بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز 23 می سال 2016 میلادی و برابر است با 3 خرداد ماه 1395. 3 خرداد روزی هست که دلیران وطن، واقعا وقتا یه فیلمی بود دلیران تنگستان، دلیران وطن خرمشهر رو پس گرفتن از مزدوران صدام حسین و سربازهای عراقی که اونجا رو به اصطلاح به خرابه‌ای تبدیل کرده بودن و اون چیزای گمرک و اینا همه رو مثل به عنوان غنیمت یا غنایم جنگی از اونجا برده بودن. اونایی که هستن و زنده هستن واقعا باید ممنون و متشکرشون باشیم که نگذاشتن 1 متر مربع از خاک ایران با وجود 8 سال جنگ از دست بره. اونهایی که زخمی شدن در این راه باید تا اونجایی که میتونیم، حتی اگر دولت کوتاهی میکنه، من و شما به عنوان مردم، به عنوان ملت، به عنوان دوست، به عنوان فامیل اینها رو کمک کنیم و اونهایی هم که در این راه جانشون رو از دست دادن باید یادشون رو گرامی داشت و امیدواریم که روانشون شاد باشه. 3 خرداد روز آزادی خرمشهر. تبریک میگم به تمام خوزستانی ها، تبریک میگم به تمام ایرانی ها، تبریک میگم به دوست عزیزم آقای سعید از کالیفرنیا. و امروز حدود 37-8 تا فکر کنم عکس هم باشه که همین امروز گویا از خرمشهر گرفته شده و روی اینترنت گذاشته شده. اجازه بدید بهتون نشون بدم تا هستیم. بله، 3 خرداد 95 خرمشهر. این عکس ها رو هم وبسایت ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، اون دیگه خبرگزاری دانشجویان نشنیده بودیم. همه چیز ما ایرانی ها جالبه، مثلا اینجا student reporter یا نمیدونم، اب نداره دیگه، حالا دوست داشتن گذاشتن و اینها هم تا آخر عمر فکر کنم دانشجو هستن. میبینید که اینجا نشته 3 خرداد خرمشهر، 3 خرداد 1395 دوشنبه. عکس ها هم از برنا قاسمی هست از ایسنا. ایسنا برای چی استند میکنه؟ ایرانیان استودنت نیوز ایجنسی. عکس ها رو با هم میبینیم. عکس شماره 4 هست، 3, 2, 1 از 1 شروع شده که خب طبق معمول با عکس یه شیخی آخوندی هست و نمیدونم. این هم نوشابه جدید برای نسل جدید که کیوسک و مغازه و همه چی از بین رفته، فقط یادی ازش مونده. بذارید من این عکس ها رو بهتون بزرگتر نشون بدم که بله بعدم نیست اینجوری 3 به 4. بله، عکس شماره 3, 4, 5, 6, 7 دیگه خودتون شماره ها رو ببینین، وضع خونه ها رو ببینین و توش دارن زندگی میکنن دوستان. هنوز بعد از 30 سال، بعد از 20 و چند سال اوضاع شهر به ای اوکی اب نداره. یه قسمتاش نگه دارن مثل موزه جنگ اینها، ولی یه قسمتایی رو بسازن، مردم رو ببرن اونجا و ببینید که این خانواده ها تو چه خونه هایی دارن زندگی میکنن. تازه حالا فکر کنم اینا وضعشون خوب باشه نسبتاً. نه، این جایی هست که باید بگی ننگ و واقعا خجالت به حکومتی که اینهایی که ایستادگی کردن، اینهایی که با تمام کمبودها اونجا وایسادن، از اون طرف دولت هم بهشون نمیرسه. بله، ببینید خونه های اینها رو، این بیچاره پرنده به این بزرگی رو توی قفسی به این کوچولویی برای چی نگه داشتید؟ آزاد کنید بره. اگر هم دوستتون داره نمیره، خب ولش کنید همونجا میمونه. جالبه، کولر رو هم باید با آهن ببندن که کسی نیاد کولر رو بدوزه ببره.
در جلوی مسجد 4 ماه پس از عملیات 25 بهمن 3300 و چنده؟ نمیدونم درست خونده نمیشه. 3 خرداد. حالا این چیه؟ اسم مدرسه است، اسم اداره است، اینم از تابلو. تابلو یعنی مینویسن که بگن اینجا چیه. اینجا خود این تابلوه مورد سوال قرار گرفته. بله اینم هنوز سیستم گازهای کپسولی و جایی که اینها خوزستان روی چاهای نفت و گاز نشسته، هنوز سیستم گاز به این صورت. بله این هم آب، قایق سواری از مرز ایران و عراق تا پل شناور. بله چه قشنگ این ستا مبلشون آوردن تو خیابون زدن نشستن. این هم نخها که بعد از جنگ تمامشون اون قسمت بالاش که برگ و اینا هست از بین رفت. عکس شماره 20 رو داریم با هم میبینیم. بله این هم باز منزل اینها. خوبه که هنوز عشق هم اونجا هست. که اینم عکس یا خودش جوونیش یا فرزندش. واقعا خجالت داره دولتی که این همه پول به لبنان و فلسطین و این ور اون ور میده، اون وقت مردم خودش اینجوری باشن، مخصوصا در خرمشهر. چی بود؟ ویلا بود، مرگ بر صدام، آرامش، آرش، آرش. و جالب اینه که این عکس ها رو خود همین به اصطلاح وبسایت ISNA ایسنا چاپ کرده. و ببینید که هنوز این ساختمون ها، اون شیشه های شکسته و اینها همونجوری به همون وضع مونده. به چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در قفا ماندنم بهتر است. عکس 32 از 37. و این هم حتما اون دیوارهای محبته که اگر چیزی اضافه داری بذار، اگر چیزی کم داری بردار، یا اینکه فروشگاه است، طرف دیگه شغلی چیزی نداره، به این صورت پیرنی میفروشه، شلواری میفروشه. بله این هم بازنشسته ها و سالمندان اونجا. خب بد نیست اقلا یه جایی درست کردن برای بچه ها بازی کنن. اینم آخرین عکس 37 از 37. یک بار دیگه آزادی خرمشهر رو تبریک میگم به تمام ایرانی ها و یک بار دیگه میگیم ننگ و خجالت به رژیمی که پول مردم ایران رو به جای آزادی و آبادی و بازسازی اونجا میبره و خرج کشورهای دیگه میکنه. و اما دوستمون ماندانا خانم یک ایمیلی برای من فرستادن. ای کاش خودش شما لطف کرده بودی یه پیامی هم گذاشته بودی. و درباره یه متنی که خانم فرح پهلوی در صفحه فیسبوکش گذاشته صحبت کرده و من این متن رو قبلا هم دیده بودم. داشتن که این متن را فرح پهلوی در صفحه فیسبوکش گذاشته که خواندنش عقل آدم را به چالش می‌طلبد. این روزها چشم و گوش ایرانیان به ژنو بود، به اورانیوم و درصد غنی‌سازی. توافق خوب یا بد بود مهم نیست، مهم خوشحال بودن مردم است که به دنیا می‌ارزد. اما بد نیست از این فرصت استفاده کنیم و یادی کنیم از یکی از مردانی که اولا دقت کنید در نوشتن. هنوز این خانم فرح پهلوی از حالت ما تبدیل به من نشده. یادتونه شاه هم میگو ما خاندان جلیل سلطنت که مسخرش میکردن، میگفتن خاندان ذلیل سلطنت و جوک ها ساخته بودن که میگفتن شاه رفته در زده دم اتاق خواب و فرح گفته کیه؟ شاه گفته ما هستیم. گفته خب من امشب خسته هستم، یه نفر بیاین داخل. این اگر اونها عاقل بودن اون موقع مثل تمام دنیا
به خودشون میگفتن من، به مردم میگفتن شما. احترام خودشون رو به اصطلاح نگه میداشتن، مردم خودشون رو هم نگه میداشتن. این متن را فرای پهلوی در صفحه فیسبوکش گذاشته که خواندنش عقل آدم را به چالش میتابد. این روزها چشم گوش ایرانیان به ژنو بود، به اورانیوم و درصد غنی‌سازی و خلاصه مهم خوشحال بودن مردم ایران است. اما بد نیست از این فرصت استفاده کنیم و یادی کنیم از یکی از مردانی که سالها پیش برای سربلندی ایران تلاش می‌کردند. سالها پیش وزیر امور خارجه ای داشتیم مثل همین جناب ظریف به نام عباس علی خلعتبری. ایشان دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه پاریس بودند و سال 1321 ضمناً خانم نایر هنوز مدارک شاه رو برای ما نفرستاده که ایشون از کجا فارغ التحصیل شده، حتی دیپلمش رو از کجا گرفته، لیسانس از کجا گرفته، چون من میدونم هیچ نه دکترا نه لیسانس نه دیپلم شاه داشت. و وزارت امور خارجه ایران شدند و پله پله طی 30 سال پیشرفت کردند. ایشان کارمند اداره تشریفات وزارت خارجه 1321، کارمند اداره سیاسی 1322، دبیر دوم سفارت. خلاصه همینجور توضیح میدن تا پس از سقوط دولت آموزگار بیکار شد ولی کشور در آشوبش را ترک نکرد. نمیگه مثل ما ترسوها، مثل من و شاه و دیگران کشور رو ترک نکردن و اینها با به اصطلاح شجاعت و شهامت وایسادن. انقلاب شد، در ایران ماند، به خانهش ریختن، دستگیرش کردن، متهمش کردن. جرمش امضای قرارداد 1975 الجزایر حدود مرزی ایران و عراق در اروندرود بر پایه خط تالاد مشخص میکرد و یکی از ارزشمندترین قراردادهای تاریخ معاصر ایران است و قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر اعلام شد. حالا من نمیدونم ایشون اون موقع وزیر امور خارجه بوده چه کار به قرارداد نیروگاه اتمی داره، ولی خب گفتن که 30 سال شغلای مختلف داشت. خلاصه میان میگن که ایشون رو به خاطر این اعدام کردن که جرمش به اصطلاح یکی از جرماش به اصطلاح اون قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر بوده. حالا اینو شما داشته باشید. هم من منظور این خانم فرایدیبا اینه که چرا اون روز آقای خلعتبری رو اعدام کردن که واقعا هم کار بدی بوده و امروز خودشون برای این به اصطلاح حالا یا نیروگاه اتمی یا سوخت اتمی اینجور دارن به مردم میگن که این برای ما خوبه. چی شد اون موقع بد بود حالا خوب بود؟ خانم فرایدیبا که همین چند مدت پیش اینجا دیدم شما رو و واقعا کی میشه شما به خودت بیای عذرخواهی کنی از مردم؟ اینجا میگی خوشحالی مردم برای ما ملاکه، آیا این چنین بود؟ و آخوندها دروغ میگن، همه ما هم میدونیم. شما از پسر عقب افتادت سوال کن که چرا میاد میگه که مملکت ما احتیاج به نیروگاه اتمی نداره، وقتی که توی همین آمریکا که این آقا نشسته هر شب که نه ولی تبلیغ میکنن که نیروگاه های اتمی بهترین و با صرفه ترین انرژی رو یا اون الکتریسیته یا برق رو به مردم میده. چرا این عقب افتاده این رو میگه وقتی که پدر خودش، وقتی که آقای خلعتبری، وقتی که شما اون رو میگید؟ پس ما فقط با یه سیستم شیخ دروغگو طرف نیستیم، ما با سیستم شاه و شیخ طرفیم که از بس این شیخ بی عرضه بوده حالا شاهیان دم در آوردن. چرا میگم دم در آوردن؟ چون اون موقع دمشون رو گذاشتودن لای پاشون، رفتودن تو سوراخ‌ها قایم شده بودن و با پولهایی که داشتن زندگی خوب و راحتی داشتن. ولی حالا به خاطر بی عرضگی، به خاطر دروغ همین شیخ‌ها، اون شاه اللهیا هم دم در آورد. خب این دوستمون میگه بله، گفتن حقیقت از وظایف اخلاقی است. خیلی جالبه، خوب نصیحت میکنه که باید راستگو باشیم و اینها، دوستمون علی شیرازی. بعد میگه البته باید یه مقداری هم مواظب باشیم، با یک لغزش تمام رشته ها پنبه میشود،
زیاد به خود قره نباشیم. ارادتمند علی شیرازی گوشنشین. جالب از همه اینجاست که نوشته اگر راست میگویم بفرمایید که دروغ میگویم. منم براش نوشتم شما کاملا دروغ میگویید، یعنی راست میگوید. ببینید از اینجا شروع شد که یه شعری رو، این شعر ایمجین، تصور کن، که اون یکی از گروه بیتلا خونده بود، جان لنن اگه اشتباه نکنم، و خیلی هم قشنگ میگه که فکر کن دنیای فردایی نیست، فکر کن مذهبی نیست، دینی نیست، بهشتی نیست، جهنمی هست، همین امروز هست و اینها. اون وقت آدم ها بهتر زندگی میکنن دیگه، چون نصف کشتارا اینه که طرف فردا میخواد بره بهشت، امروز اینجا رو میکنه جهنم و آتش و خون که فردا میخواد بره بهشت. خب بعد این این شعر رو یه نفر عوض کرده، آمده خونده که تصور کن که اگر اسلام نباشه چه دنیایی میشه، زنها مساوی، آرامش، فلان. برای این علی آقا، و جالبه قبل از اینکه تیمسار آریانپور اینو بنویسه، من برای این علی آقا نوشتم علی آقا به این سادگی هم که شما میگی نیست که اگر اسلام از بین بره دنیا در آرامش و آسایش هست. شما تاریخ دنیا رو بخون، به من بگو مگر از بعد از جیزس، بعد از عیسی مسیح، یک روزی رو شما سراغ دارید که توی دنیا به اصطلاح صلح و آرامش بوده باشه؟ ضمناً این اسلام چکیده ای از یهودی، چی میگن، کلیمی بودن و مسیحی بودن و یه مقداری هم زرتشتیه. چرا به خودتون دروغ میگید؟ جنگ های صلیبی یا جنگ های دیگه‌ای که اینها داشتن همش با از بین بردن اسلام درست میشه؟ بله، شما برای من یه شعری بفرست مثل همون شعر جان لنن که میگه که تصور کن که هیچ دین و مذهبی نیست، اون وقت من باهاتم. بعدم وقتی اون حرفو به این قشنگی زده، حالا دیگه دست بردن توش و این جوری گفتن و دروغ گفتن جا نداره. حالا آقای آریانپور خب از من بهتر و قشنگتر میتونن این رو بنویسن. ایشون نوشته با یک دنیا پوزش از شما عزیزان. البته روی سخنم با آن کسی است که این آهنگ را برای اولین بار ارسال کرده است. برای یادآوری ایشان و دیگرانی که به محکوم کردن اسلام و کشورهای اسلامی علاقمندند، آنها فراموش کردند که اولین کشوری که در قرن بیستم به کشتار 500,000 بشر فقط در کمتر از 1 دقیقه دست زد همین کشور آمریکا بود، و همین کشورهای غربی و مسیحی بزرگترین کشتارها را در مورد غیر مسیحیان با وقاحت هرچه تمامتر از قرن 16 در سطح 5 قاره شروع کرده که تا این تاریخ به آن ادامه دادند. کلمه حلال از کلمه کوشر تقلید و اقتباس شده است. اگر حلال بد است، پس چرا میلیون ها مسیحی اصرار به دنبال روی از چند میلیون یهودی، آن هم از نوع صهیونیست که ده ها بار بدتر و کثیف‌تر و خونخوارتر و نجات پرستر از وهابی های به اصطلاح مسلمان هستند روانه شدند؟ آیا شروع کشت و کشتار و سربریدن و سنگسار کردن و ترور کردن و بمبگذاری و تروریست بازی را مسلمانان به راه انداختند و یا کشورهای به اصطلاح قدرتمند، متمدن، پیرو اصول حقوق بشر، مسیحی و پیشرو جهان به خاطر دستیابی و چپاول بیشتر ثروت‌های کشورهای عقب نگه داشته شده گروه‌های تروریست از جمله القاعده، طالبان، داعش و غیره را نه تنها به وجود آوردند، بلکه از همه لحاظ از آنها پشتیبانی کرده و می‌کنند. اگر کشت و کشتار و سربریدن و سنگسار کردن که معمولاً به صورت انفرادی انجام می‌گیرد بد است، پس کشورهای قدرتمند و به اصطلاح پیرو حقوق بشر و عدالت اجتماعی به چه دلیلی صدها و هزاران بمب هسته‌ای و هیدروژنی را در ذراتخانه‌های خود ذخیره کردند؟ آیا جز این است که
این گونه بمب ها فقط برای نابودی میلیون ها از مردم جهان ساخته شده است. اگر کشورهای استعمارگر جهان تصمیم بگیرند کشورهای مسلمان را تحریم و بایکوت کنند، بدانید و آگاه باشید که چنان روز بهترین روزی است که مسلمان واقعی به آن دست خواهند یافت و از آن روز سلطه آقایی کشورهای چپاولگر جهان افول خواهد نمود. به این علت آرزوی من آن است که هرچه زودتر چنین تصمیمی گرفته شود، چون از همان لحظه مردم کشورهای مسلمان امکان نفس کشیدن دوباره را به دست آورده و به سوی خوشبختی نسبی قدم خواهند گذار خواهند آورد. آقای هوشنگ آریانپور، ممنونم از شما. حالا جالب تر اینه که این دوستمون نوشته که تیمسار محبوب، ضمن تأیید نظر جنابالی با توجه به سوگندی که هنگام قبول تابعیت این کشور خورده هم، نمیتوانم این متن جالب را منتشر سازم. ارادتمند علی شیرازی. من نوشتم والا همه ما هم سوگند خوردیم، ولی هیچ جا سوگند نخوردیم که در برابر، یعنی برای پخش راستی حقیقت، اون چیزی که بهش باور داریم، ما ممنوعیتی داشته باشیم به خاطر که سوگند خورد. شما من یاد ارتشیای انداختی که به اشتباه به این بیچاره ها به جای وطن پرستی شاه پرستی یاد داده بودن، به جای سوگند یاد کردن به این که مرز و بوم ایران و مردم ایران رو ما دفاع میکنیم یاد داده بودن که ما فقط از تاج و تخت، ای مردشور تاج و تخت ببره، تاج و تخت از بین رو، یه تاج و تخت دیگه اون ورتر درست میکنن. ولی مردم ایران، مرز ایران، زمین ایران مهم بود که این احمقها با همون چاپلوسی ها فراموش کرده. علی شیرازی عزیز، من نمیخوام بگم چون شما سنت از من بیشتره خب پس دیگه باید خیلی آزاد منشتر باشی، ولی دوست عزیز، نمیدونم، شایدم آدم ها وقتی مسنتر میشن محافظه کارتر میشن. این همه ترس و وحشت از چیه؟ آقای آریانپور شجاعانه این رو ارداشته نوشته. شما تازه اگه پخششم کنی، اولا مگه شما چند هزار نفر دوست داری؟ تازه پخش کنی بیان دنبالت، بهت چی میگه؟ همین چیزی که تلویزیون های خودشون داره میگه. در هر صورت من برداشتم برای این آقای علی شیرازی، اون رو نوشتم و بعدم براش نوشتم که دوست عزیز، همین امروز که من شما صحبت میکنیم، تفنگای آمریکایی‌ها که تو افغانستان و عراق هست، روش آیه های بایبل یا همون انجیل نوشته شده و نتونستن اینا رو جمع کنن، چون پخش شد و رفت اونجا. بعدن فهمیدن ایداد بیداد، افرادی مثل جورج بوش که صبح قبل از اینکه بیان توی اون اوال تو اتاق بیزی بشینن، میرفت توی سوراخی به نام چپل یا کلیسای کوچولو یا اونجا وای میساد و به خیال خودش با خدا صحبت میکرد. اون افراد دنبالش همین بود که روی تفنگ ها از اون ور به من و شما به دروغ میگن مسیح پیام‌آور صلح و دوستیه. مسیح گفته اگه شما زدی تو گوش من این طرف رو هم میارم که بزنی این ور که میزون بشه، ولی دروغ میگن. برید ببینید، برای که یه نفر که تا حالا 100 نفر رو زدن میگن این نفر اول طالبان بوده، 100 نفر رو زدن میگن نفر دوم طالبان بوده، بابا ولمون کنید. برای که اونو بزنند ببینید چند تا بچه و چند تا مدرسه و چند تا شهر داغون میکنن، بعدم قشنگ با افتخار اونو نشون میدن که ما با هواپیمامون رفتیم زدیم اینو کشتیم. نخیر، اینجوری نیست که شما چون قسم خوردی و من همچین چیزی ندیدم. خب قرار ما با دوستمون بود که روزانه ایشون یه چیزی ارسال کنه از گلستان و بوستان سعدی و ما هم بخونیم، امیدوارم باشیم غلط نخونیم. امروز نوشته که کاکو جون از گلستان برات این رو فرستادم. به دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان به دوستی پادشاهان و آواز خوش کودکان اعتماد نتوان کرد که آن به خیالی مبدل شود و این به خوابی متغیر. اینم برنامه امروز. و اما یک پیامی رو
بذارید من ببینم این هست یا ببینم کی به کیه. اجازه بدید. الو سلام جان صبحی، شادانلو هستم. نه این نیست آقای شادانلو، ممنونم. من بعد خواستم به شما پاسخ بدم روی فیسبوکتون، به یه دلیلی فیسبوک شما صفحش امروز نشون داده نمیشد. و اما بذارید ببینم که این رو ما گذاشتیم اینجا یا بله. این آقای سعیدی لطف کردن بالاخره بعد از دو هفته با ما تماس گرفتن. البته اون روز تماس گرفتن گفتن من نمیدونستم و اینها، ولی بعدش برای برنامه با تماس میگرفتن دیگه تماسی نگرفتن. ضمناً ممنونم از منوچهر عزیز، لطف کردن پیام گذاشتن گفتن این هفته نمیتونن ولی هفته آینده یه روزی میان با شما دوستان صحبت میکنن. بفرمایید آقای سعیدی. جناب سازوی عزیز، عزیزم من قبل از اینکه برنامه شروع بشه ممنون میشم اگر تماس بگیرید با من، مطلبی هست که میخواستم باهاتون در میان بگذارم. متشکرم آقای سازوی. ببین آقای سعیدی، ساعت 1:53 به وقت ما شما تماس گرفتی. اون موقعی که من رفتم دوشو گرفتم و آماده شدم، لباس پوشیدم، لیوان آبی هم برداشتم، آمدم اینجا نشستم، میخوام برنامه رو اجرا کنم، این پروگرام رو بذارم اونجا، اونو بذارم اونجا که بعد شما زنگ میزنی میگی که با من قبل از برنامه تماس بگیر، میخوام بهت یه چیزی رو بگم. باور کنید من بیشتر وقتا دوست دارم وقتی به یکی زنگ میزنم طرف تلفن رو جواب نده تا من خیلی خوب، کوتاه، مفید، مختصر، بدون تعارفات که دروغ هست، قربونت برم، فدات بشم، حالت خوبه، نمیدونم از این مزخرفات، قشنگ پیاممو بذارم. شما فکر میکنی اگه من 1:53 به شما زنگ زده بودم، یعنی همون موقع که شما این پیامو گذاشتی من درو باز کردم اومدم نشستم گوش دادم به شما زنگ زدم، شما فکر میکنید که من و شما میتونستیم 7 دقیقه صحبت کنیم تموم کنیم؟ عزیز من پیامگیر روشن شده، صحبت رو اگه برای خود من تنهاست بگو سر به این پیام فقط برای خودته که تا من اینو میشنوم خاموشش کنم بعد از برنامه گوش کنم. اگه برای مردمه قشنگ بگو که دوستان ببخشید من به سوربی هم گفته بودم هفته قبل میام بعد از مسافرت ولی نتونستم به این دلیل، یا تنبل شده بودم یا حالم خوب نبود. چرا ما نمیخوایم استفاده کنیم؟ چرا سوربی این همه داره زور میزنه باز شما یاد نمیگیری؟ تازه شما آقای سعیدی خودتون رو روشن فکر میدونید، خودتون رو پیشرو میدونید، میخواین بیاین مردم برای مردم صحبت کنید، مردم از شما یاد بگیرن. گفت مدینه گفتی و کردی کباب، راضی به روشن فکر و مردم از شما یاد بگیرن. آقای هوشنگ رادخو معرف حضورتون هستن، ایشون از انجمن پادشاهی هستن، شخصی که سالها پیش دنبال آقای فرود فولادمن راه افتاده بود، همه به قول خودشون میگه همه هستی و نیستی. راستی چرا میگیم همه هستی و نیستی؟ ما هستیمون رو میتونیم صرف کنیم، مصرف کنیم، ولی نیستی رو که دیگه نمیشه دیگه. بالاخره این ضرب المثل بعضیاش بیخوده. به قول خودشون همه هستی و نیستیشون رو ریختن به پای آقای فولادوند که فکر کردن حالا آقای فولادوند میره ایران رو آزاد میکنه و ایشون هم میشه مثلا رئیس فلان ایلو، یا میشه نخست وزیر، یا میشه وزیر، یا فلان، یا واقعا به فکر جا و مقام نبوده، همین که ایران آزاد بشه برای ایشون کافی بوده. مهم نیست، هر کسی میتونه ایده و عقیده داشته باشه، هیچ کس هم نمیتونه مغز کسی رو فکر کنه بگه آقا تو گفتی اینجوری میخوای محاکمت کنی. حتی اگه اعلام کرد هیچ کس نمیتونه بگه چون فکر تو اینه من میخوام محاکمت کنم، مگر دیکتاتورها که این کارو میکنن. ولی آقای رادخو شما بیا به من نشون بده که این خمینی و یارانش و دوستانش و اینها چند بار به رادیو تلویزیون ها، به روزنامه ها، به خبرنگارا نامه نوشتن، حالا یا فوش دادن یا تهدید کردن، یا به قول خودشون زیرکانه گفتن اگه مردی اینو پخش کن، اگه جیگرداری اینو پخش کن، اگه بچه باباتی اینو پخش کن. شما بچه باباتی؟
بچه مامانت نیستی؟ خب شما اولین کسی هستی که پدرت زایدته. آخه شما برداشتی آقای رادخو برای من نوشتی اگر جیگر داری این ویدیو رو پخش کن. دوست عزیز، من نوشتم موضوع داشتن جیگر و نداشتن جیگر نیست، موضوع داشتن فهم و شعوره. من بارها در این برنامه از اون دوستی که نوشته بود من بنزین سوپر رو فرستادم در راه هست، ممنونم، من بارها در این برنامه گفتم تلویزیون مردم یه ماشینه، من رانندشم، شما بی انصاف آقای سعیدی این اون بیاین هزینه بنزین رو بدید سوار شید برید برسید به مقصد. اگه فکر میکنید این داره میره به اون طرف، اصلا شما بیا مسیر رو معین کن. شما که نشستی تو ماشین بگو من میخوام برم میدون آزادی، میخوام برم میدون شهیاد، اصلا میخوام برم میدون هوشنگ رادخو. از همین الان هم اسم میدونها رو شما عوض کن، چون دیکتاتورها اینجوری هم دیگه، آرزوشون این نیست که این میدون بشه میدان مردم، آرزوشون اینه که بشه میدان نمیدونم خمینی، بعد آقای رادخو بیاد بشه میدان رادخو، حخا بیاد بشه میدان حخا، سوربی بیاد بزنه پدر اینو در بیاره بشه میدان سوربی. احمقا اینجوری هم دیگه. آخه کجای این جیگر میخواد؟ شما چه ویدیویی تا رو درست کردی که 10 نفر باهات تماس گرفتن و گفتن آفرین بر تو، ما میخوایم به تو بپیوندیم چون این برنامه و هدفی که گفتی واقعا کارساز. چرا گول خودت میزنی آقای رادخو؟ به ایشون گفتم که در برنامه امروز صحبت میکنم، اگرم میخواد بیاد صحبت کن. چرا آقای رادخو؟ اون موقعی که فولادوند اومده بود سال 2001 و اینها بود، 2002 نه شادم دیرتر 2003 2004 جوشش اون موقع بود که اومد این تلویزیون ما، تلویزیون ما بود، بعد کردش تلویزیون شما، بعد پولای مردم رو گرفت. شما تنها نیستی که پولتو از دست دادی، اون خانمه خودکشی کرد تو کالیفرنیا، رفت بیچاره پولشو گرفت از خونه و قصه، اینجا خونهشون میرن میذارن گرو، مورگیج میگیرن، وام میگیرن، اون وامو داد به فولادوند، فکر کرد فولادوند میره ایران میشه شاه. خب طبق معمولم شاه ها چند تا زن و دوست دختر و ملکه و فلان اینها دارن، این خانم هم میشه یکی از اون. بعد این نخه اون اصلا فراری شد با یکی دیگه رو، ایشون هم خودکشی کرد. برای این آقای رادخو گفتم آقای رادخو ببین، خمینی وقتی نشست تو اون هواپیما، حالا شما هر چی میخوای بگو که آقا دولت‌های دیگه بهش گارانتی داده بودن، امکان نداشت یه خلبانی عصبانی بشه بره با هواپیمای شکاریش بزنه این هواپیما رو منفجر کنه، پس امکان داشت، ولی شهامت داشت بابا، قبول کنید شجاعت داشت، مثل من و شما نبود. من از روزی که نوه گیرم اومده نگرانیم بیشتر شده، حالا به غیر از مواظب بچه هم باشم میخوام مواظب نوه من باشم. شما ها که ماشاءالله نوه هاتون چند سال زودتر از نوه ما دنیا اومده، ولی خمینی اصلا برش مهم نبود، بچهش از دست داده بود، حالا یا دنبال انتقام بود یا هرچ، نوه هاش هم برای خودش بودن، سوار شد اومد. شما حاضرید سوار یه همچین هواپیمایی بشید؟ حخا رو یادتون رفته؟ دیروز رفتم اینجا بالاخره یه وقت کردیم رفتیم جیم، تو استخ که نشستیم خیلی اولا خوشحال شدم، مربی اونجا یا مربی که نه، غریق نجات میگفتیم، غریق نجات ایرانی بود، اهل بندرانزلی بود، یه دوست جوانی اونم ایرانی بود، تا من دید گفت شما آقای سوربی هستی؟ گفتم بله، و گفت که من برنامه‌هات اون موقع نگاه می‌کردم و اینها، ماشاءالله چاق شدی. گفتم آقا تو رو خدای چی نگو چاق شدیم، حالا خانممون میشنوه از امروز گشنگی بهمون میده. خلاصه گفت نه خودم هم چاق بودم، میام اینجا ورزش میکنم و اینها، 10 پوند کم کردم، خیلی خوشحالم، امیدوارم منم بتونم این کار رو انجام بدم. در هر صورت داشتم چی میگفتم، اصلا رفتیم توی این ماجرای دیروز و استخر و اینها. آره یه وقتی رفتم گفتم که من نمیخوام بگم استخر المپیک بود و اینها، گفتم 10 تا لب میگن اینجا، 10 بار شنا میکنم، نه شنا یا حالا تند کرال و فلان و بیسار اینا، یواش عین قورباغه بی حال، گفتم 10 بار شنا میکنم بعد میرم میشینم تو این خزینه، توی این ویرپولشون چه میدونم چی بهش میگم، بعد جکوزی، بعد میرم توی سونا، نه بعد دوباره میرم 10 تای دیگه و میرم. وقتی 6 تا رفتم چون کلی وقت بود نرفته بودم، دیدم خستم شده، ولی هم موقع یه تابلوی دیدم توی این ال ای فیتنس زده، بخونید اگه یه وقت رفتید، میگه شما اگه میخواین
به هدفی دسترسی پیدا کنید، اول باید از خودتون اون رو بخواهید. آقا شما از خودت میخوایی که ریسک کنی؟ اگه از خودت میخوای ریسک کنی، شما چقدر بی پولی که برای 20 دلار 50 دلار خجالت نمیکشی و به سوربی که الان خودت نوشتی آقا شما کامپیوتر یاد من دادی، من ازت ممنونم. نه من یاد شما ندادم، شما هم مهندس بر بودی، خیلی استعداد داشتی، چیزایی رو که من بلد بودم به شما گفتم، شما هم یاد گرفتی، داری ویدیو میسازی، مینویسی، آفرین. ولی چقدر از خودت انتظار داری، چقدر از خود گذشتگی داری که برای 20 دلار 50 دلار به من میگی شما اگه جیگر داری این کارو انجام بده؟ جیگر لازم نداره، جیگر لازم داره که چسبیده به جیگرتون. آقای هوشنگ رادخوب، این تبلیغ مجانی براش، برید روی فیسبوکش ویدیوشو نگاه کنید، مطمئنم که ایشون اگه میخواین اصلا بهتون نشون بدم، بیا آقای رادخوب اگر جیگر دارم چیه. این آقای هوشنگ رادخوب، دوستان چقدر از این فیسبوک من ممنونم واقعا، و چقدرم ازش زحمت میکشیم، رنج میبریم، برای که من این ویدیوی خانم جیلانی رو خب وقتی میذارم اینجا برای 8000 خورده اینجاست، 5000 تو توی فیسبوک شخصیمونه، برای بیش از 13000 نفر روی اسکایپ، برای 400 خورده روی ایمیل، برای 3000 خورده میفرستم. بعد یه نفر که فامیلیش خلفه، ولی به نظر میرسه که آدم ناخلفی هست، چون تا امروز من فکر کردم این آقا اسفندیار یا اسکندر خلف هرچی هست، فکر کردم خلفه، بله اسفندیار، برای منم عکس فرستاده بود، برای منم نوشته بود، نمیدونم همشهریمونه فلانه یا لوره، هرچی مهم نیست. ولی آقا شما چرا بیای دروغ بگی به خانم جیلانی، بگی سوربی ویدیوی شما رو برای من فرستاده و یه همچین چیزی گفته؟ من میگم اصلا وقتی خانم جیلانی گفت، من اصلا فامیل شما رو هم یادم نبود، گفتم خلف کیه؟ گفت تو فیسبوک شماست. گفتم خانم من 13000 خورده تو فیسبوکم، یکی یکی که نمیشناسم. رفتم زدم از تمام نوشته های خودم و خود شما که از سپتامبر سال قبل تا حالا با من دوست شدی ویدیو گرفتم برای خانم جیلانی فرستادم. گفتم خانم شما اینجا جایی میبینید که من با اصلا در رابطه با ویدیوی شما صحبت کرده باشم؟ اینها درست موهاشون سفیده، ما بهشون احترام میذاریم به خاطر موی سفید، چون خودمونم موهامون سفیده، ولی فکر نکنید موهاشون از دانش سفید شده، همینجوری از بیخردی همینجور چریدن تو مزرعه موهاشون سفید شد. آخه آقای خلف ناخلف، من کجا با شما صحبتی داشتم اصلا؟ شما فکر کن چند بار حتی با فیسبوک تماس گرفتی میخواستی چت کنی، فیسبوک من چتش خاموش، با همین مینویسیم اینم برای شما ما فرستادیم، مثل برای همه که فرستادیم، نه برای شما تنها، چیزی که از چون نادانی، چون سیستم فیسبوک رو بلد نیستی فکر میکنی من برای شما فرستادم. بعد خانم جیلانی باهاش تماس گرفته، گفته آقا چرا دروغ میگی؟ سوربی که قبولش دارم میگه اصلا با شما تماس نگرفته. گفته آره بابا سوربی با من تماس نگرفته، من ویدیو شما رو دیدم، نظر من این بوده. خب احمق، پوفیوز، حمال، بی سواد، ناخلف، چرا اول اونجوری دروغ میگی که من امروز با یه تیپا بندازمت بیرون؟ امروز یه نفر یه چیز فرستاده بود، نوشته بود که در دوستی مثل رانندگی خیلی مواظب باشی، چون اگر به یه نفر خیلی نزدیک بشید اون یه دفعه حتی احمقانه بزنه به ترمز و شما بزنی به ترمز بزنه و شما بزنی بهش، شما تقصیر کاری. خندیدم برای این خانم، نوشتم که شما کاملا درست میگی، آفرین بر شما. امروز من داشتم پشت سر این آقای خلف رانندگی میکردم، این خلف ناخلف احمق زد ترمز، مثلا داشته آجیل میخورده، چیزی فندق افتاده زیر دست، چه میدونم، زد ترمز، ما زدیم تو کونش، همون موقع هم که زدیم تو کونش انداختیمش بیرون دیگه. آخه خجالت نمیکشی آقای خلف از این موی سفیده دروغ میگی؟ براش نوشتم، دوستان نوشتم آقای خلف چون شما دروغ گفتی من از امروز با شما دوستی ندارم. دوستان بیان اینو ملاک عمل قرار بدیم، هر کسی بهمون دروغ گفت با شجاعت، با شهامت،
علی شیرازی عزیز، مهم نیست حتی رئیس جمهور آمریکا اگه دروغ گفت تو روش وایسیم بگیم شما دروغ گفت. شما آقای بوش پدر گفتی که مالیات رو زیاد نمی کنه. شما دروغ گفت. شما آقای اوباما گفتی من این گواتنام چیه گواتان یادم میره این رو میبندم. شما دروغ گفتی نبستی. نه که من آقا چون قسم خوردم. خب این که میشه ایران، ایرانم چون میترسیدیم از شاه حرف نمیزدیم، چون میترسیدیم از شیخ حرف نمیزدیم، آمدیم اینجا اینجا حالا چرا حرف بزنیم یه دفعه حقوق بازنشستگیمون قطع میشه. خب این که پس ما اشکال داریم. نمیدونم، نمیخوام حالا به علی خیلی گیر بدم یه دفعه من اینم ناراحت بشه از دست. خب حالا بیاین دوستان از دیروز تا حالا با من بریم این گفت و شنود نوشتاری ما رو با آقای هوشنگ رادخو. آقای هوشنگ رادخو بفرمایید. جیگرم داشتیم، تبلیغ مجانی شما رو هم کردیم، حالا نشون میدیم مردم بیان اونجا ببینیم شما میتونی ایران رو آزاد کنی. خب نوشته این برنامه رو ببین، اگر جگرش را داشتی. اگر من جگر داشتم که از دل و قلب و جگرم رو کباب میکردن میفروختن عرق خورا بخورن، مگه من بره هستم که جگر داشته باشم؟ خب ببینیم حالا کجاست اینجا. ولی ببینید دوستان، یه ویدیو درست کردن روشم برداشتن با چیز حرف نوشتن و اینها، که باور کنید من وقتی این رو دیدم حتی ویدیو رو هم نگاه نکردم. معمولا ویدیوهای دیگه ایشون رو نگاه میکنم، ولی این ویدیو رو چون اینجوری نوشته بودن، آخه این تهدیده، اگر جگر if you are there enough، یعنی دونم if you have guts okay. If اگر جگرش را داشتی پخش کن. من برای ایشون نوشتم، ببینید دوستان، نوشتم دوست گرامی سلام بر شما. یعنی چی؟ یعنی آقا درست شما یه سال ممکنه از من پیرتر باشی، ولی شعورت کجا رفته آقای رادخو؟ سلام، درود، ببخشید ها، میگفتن یه اولاق تو طبیلم که میری یه دومی تکون میده. آقا دم توالت که طرف میری میگه اهه که اون یکی که توه بفهمی یه نفر بیرونه. اوکی همینجوری این برنامه رو ببین، اگر جیگرش رو داشتی پخش. چشم دوست گرامی سلام بر شما. فکر کردم شما پس از اشتباهاتی که کردید و دنبال آدمهای متقلب عمر خود را و پول خود را تلف کردید، حالا دیگر آدم شناس شدید و سربی را بهتر از دیگران می شناسید. هرگز وحشتی نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. پخش این ویدیو جگر لازم نداره، همت پرداخت هزینه لازم داره. پرداخت هزینه از شما، پخش ویدیو از مردم تیوی. شادزی آزادزی. حالا ایشون نوشته درود پارسا خان، هزینه رو از مردم بگیرید. ببینید دوستان نگاه کنید ببینم درست نشونتون میدم. اینجا من چیزی که اینجا بشه، آها آها اینها، ببینید اینجا نگاه کنید. درود پارسا خان، دیروز سدده پریروز ببخشید سدده ساعت 5:17 پی‌ام، هزینه رو از مردم بگیری. چشم، شما الان شدی خان، من شدم رعیتت، من میرم از مردم باج میگیرم که شما میخوای ویدیو پخش کن. من براش نوشتم که ببینید ما با زبون خوب میخوام اینا رو، ببخشید آقای رادخو من امروز چون ازت عصبانیم، میدونی من حرف دلم رو میزنم، ما میخوام اینا رو آدم کنیم، بگیم آقا شما توی ایل قشقایی نیستی. تازه با اونایی که توی ایل قشقایی بودن به رعیتشون هم اینجوری حرف نمیزدن. من نوشتم شما لطف کنید از مردم بگیرید، چند تام علامت تعجب گذاشتم جلوش. من سالهاست که میگویم کارمون خیلی خرابه، به همین خاطر امیدی به مردم نداشته، ندارم و نخواهم داشت. خوشحالم که شما هم قبول کردید. مشکل جگر داشتن من نیست، مشکل هزینه بوده و هست و ملتی که مفتخور بوده و هستن، ملتی که از کون خمینی خورد تا آب و برق مجانی داشته باشه، ملتی که از کون احمدی نژاد خورد تا یارانه داشته باشه. پس من بهتر از شما این ملت را شناخته. شما هستید که هنوز هم به این امامزاده دخیل می‌بندید. خب حالا آقای رادخو نوشته
شما میدانید که من هرچه داشتم برای این ملت که همچو جانم دوستش دارم دادم و باز هم این کار رو میکنم. پارسا من همه گوشه این تاریخ رو دقیقه به دقیقه گوشه از تاریخ رو دقیقه به دقیقه میشناسم و همه ویژگی این مردم رو میشناسم. من قبول ندارم. ضمناً بنده نمیدونم که شما هرچی داشتید برای این ملت دادید. شما به من گفتید که هرچی داشتید خرج فولادوند و اون آقای لنگ سلیمانی بود که بود دیوونه مست معتاد اون کردید به من چه؟ یادت هست اولین برنامه من روی مردم تیوی با خطابه کوروش که از ترس و آسایش خواهی این مردم گفتم 4 دقیقه بود و شیشه های پنجره ملرزی از صدای من؟ این همان مردم هستند. چه باید کرد؟ نه کسی را قبول دارن و نه چیزی میدونن و نه کاری میتونن و نه کاری میکنن. به هر روی مرده ما هستند و من نیز از آنها هستم و شما همچنین. من نفهمیدم چی گفتید. شما یه بار دیگه بگید. شما اگه صداتونم لرزیده، شما برای که فکر کنم از توی گاراژ خونتون برنامه پخش کردید، اون چیز استودیو رو نداشت مثل اینجا که من اون حالت استودیو رو ندارم و اگه داد بزنم این دری که بستم لرزه پیدا میکنه. داد زدن و شما لرزه توی تگزاس پیدا کردن چه کار کرد برای مردم؟ شعر کوروش گفتن و شعر شاهنامه خوندن چه کار کرد برای مردم؟ خب حالا ببینیم که چه میکنیم. شخصیت ما به کارهایی است که انجام میدهیم، نه دانش، خرد یا بینشی که داریم. شما هم برای من دوستی گرامی هستید و کار با کامپیوتر را رایگان به من آموزش دادید که جای سپاس همیشگی دارد. من به دوستی با شما سربلند هستم. تندرست و پایدار باشید. خب بازم ممنون. اولش ایشون آمد با چیز برو اینو نشون بده و اگه جیگر داری و یه حالت تهدید، حالا اقلا آخرش هم تشکر میکنه، هم برای ما آرزوی تندرستی و پایداری میکنه. من برای ایشون نوشتم دوست گرامی، من چون چیزی نمیدونم نظری هم نمیدم. شما و افرادی چون فولادوند که فکر میکرد میداند باید فکر کنید و به من و بردم بگویید چه باید کرد. خمینی یه فوشی هم نوشتیم که حالا نگیم بهتر، با قدرت به مردم فرمان داد، ملت هم اجرا کردن. شما چرا نمیتوانید؟ او با شبنامه و نوار کاست پیروز شد. شما چرا با اینترنت و این همه رادیو تلویزیون و تکنولوژی جدید در جا میزنید؟ من پایم را اندازه گلیم خود دراز کرده و میکنم. کاری را که بلد هستم انجام میدهم. وقتی هم بلد نیستم با صدای بلند میگویم بلد نیستم. شما تا دوشنبه فکر کنید، اگر بلد هستید این گوی و این میدان، من 50% هم به شما تخفیف میدم که شما زودتر به هدف برسید. اگر هم بلد نیستید بگویید نمیدانم و خود را اذیت نکنید. به امید دیدار شما دوشنبه. اینم این زیرش هم با انگلیسی براش نوشتم که من هم افتخار میکنم که دوستی مثل شما باشم. باز این گفتگو ادامه داره. ایشون نوشته اگر در همه جهان، دوستانی که بعضی وقتا میگین آقا رادیو تلویزیون ها جوابمون نمیدن، شاید اونا عاقلن، چون اگه من به ایشون محل نمیذاشتم انگار که اصلا ایمیل و ویدیو ایشون نگرفته بودم. نیم ساعت پیش ببینید گفتشون رو ما تموم شده بود، ولی چون جواب دادم حالا هی ادامه پیدا میکنه، هی نوشته ها طولانی تر میشه. ایشون نوشته آقای رادخو دیروز ساعت 8:30 شب، اگر در همه جهان یک نفر بتونه این مردم رو به جنبانه من هستم. یعنی درست عین شاه، یعنی درست عین خمینی، یعنی درست عین خامنه ای، یعنی درست عین هیتلر، درست عین استالین، اینا اینجوری فکر میکنن که فقط اینها هستن. بعد تازه یک کمی به مردم تخفیف میدن، میگن حالا ممکنه بچه های منم مثل من شجاع باشن، بعد از من بچه های عقب افتادن. خب ایشون نشته اگر در همه جهان یک نفر بتونه این مردم رو به جنبانه من هستن. شما از همکنون بروید و شرطتان را ببندید و هرچه دارید بذارید روی شماره 7 و من چشممان را به گردش چرخ خواهیم دوخت. دوباره رفتن کجا؟ همون جوری که آخوندا میرن صحرای کربلا،
اینا میرن به کجا؟ به شاهنامه. چو خواهی که یابی زهر بد رها، سرندر نیاری به دام بلا. هفش خط میگن، آخرش میگن بد و نیک نزدیک او آشکار، روز و روزگار بر شما خوش. ممنونم. منم نوشتم دوست گرامی، من امروز درباره شما صحبت میکنم. کسی که باید باور کند که میتواند شما هستید، نه من نه دیگران. پرسش اینجاست که آیا شما حاضر هستید روی هرچی دارید شرط بندی کنید؟ اون نوشته هم این نبود، ولی انگلیسیش تا اینجایی که یادم بیاد نوشتم. بذارید من این بیارم پایین تک، فکر نکنید حالا دیگه دارم از خودم میگم. برای ایشون نوشتیم، ببینید. بعد نوشتم که want big thing out of life، تو زندگی چیزای بزرگ میخوای، انتظارات بزرگ داری. این expect یعنی انتظار داشتن، از خودت انتظار چیزای بزرگ داشته باش. اینجام نوشتم وقتی خمینی سوار هواپیما شد میدانست که احتمال کشته شدن زیاد است. آیا من و شما حاضریم سوار چنین هواپیمایی بشیم؟ البته این روزا سوار هر هواپیمایی میشی احتمالش 50-50 است که شما منفجر بشی. حقا ملت را سر کار گذاشت. ازش پرسیدن چرا نرفتی؟ گفت دوستان به من گفتن خطرناک است. خب یکی بیاد به این احمق بگی آخه احمق، تو نمیدانستی که خطرناک است؟ آقای فاضلی ترسو و بزدل که سالها قبل از هممون از ایران در رفته با به تو زنگ بزنه بگه خطرناکه؟ در صورت آقای رادخو، بنده یک انقدری به شما باور داشتم، اون انقدر رو با این شعر شاهنامه و این که شما فقط تنها کسی هستید که مردم رو می جنبانید از دست دادم. و جالب اینه، مگه مردم منار جنبونن که هر کسی بره اون بالا اینجوریش کنه به جنبونتش؟ سلام سوربی، سعید نوشته. سعید اون برنامه رو دیدی که در رابطه با خواهرت صحبت کردم. ممنونم که افرادی مثل تو وقتی خواهرشون رو از دست میدن نمیگن خب مال ما که مرد بذار دیگرانم بمیرن، میگه مال ما که مرد از بین رفت به خاطر روح اون، به خاطر شادی اون، به خاطر زندگی اون، بذار ما یک کسی رو اگه میتونیم نجات بدیم. اون روز برنامه رو گفتم، 60 مینوتو نشون دادم و ازت ممنون. سعید نوشته که لطفاً اگر جیگر داری دو تا بلیت مکزیکن کروز برای من تو که بلیت نمیخوای، تو که چپ و راست میری اونجا، که سه روز تعطیلی مموریال و ویکند رو برم پورت بایر تا کروز. لطفاً اگر جیگر زیادی هم داری همین امروز رزرو کن، چون چند روز دیگه جا توی کشتی نیست. ممنونم. دوستان هفته آینده دوشنبه مموریال دی هست و ما بعد از سالها که به خاطر آقای اجلالی دوشنبه ها برنامه داشت دوشنبه ها تعطیل نمی کردیم، تصمیم گرفتم از امروز هر وقت که تعطیلی هست دوشنبه یا روز برنامه ما قشنگ مثل آدم تعطیل بشیم. پس انتظار برنامه دوشنبه هفته آینده نداشته باشید. ممنونم سعید و خیلی خوشحالم که برگشتی و به صورت لایو اینپوت میدی و با هم صحبت. خب فرهاد پهلوی رو خوندم، فقط برای شما خوندم، سوم خرداد 95 رو خوندم، عکس‌ها رو نشون دادم، امیدوارم دیده باشی. شعر سعدی رو از این دوستمون خوردم که نه به دوستی پادشاهان اعتماد کنید، و شاه این شعر رو تعبیر کرد برای آقای هویدا، برای نصیری، برای داریوش و همایون، اینها تعبیر کرد که آقا شما فکر کردین من دوستتونم، بفهمو انداختش دست آخوندا، انداختشون زندان، خودشم در رفت. ولی این آواز خوش کودکان نمیدونم، یعنی یه دقیقه میخندن یه دقیقه دیگه گریه میکنن، یا مثلا کودک امروز صداش خوبه فردا که بزرگ شد صداش نرخر میشه مثل ما دیگه، اینو متوجه نشده. خب آها، ممنونم از این دوست عزیزمون. اجازه بدید که من اسم و فامیل ایشون رو امروز نگم تا روزی که این افتخار رو داشته باشم باشون یک مصاحبه داشته باشم، یا این که ایشون خودش یه برنامه‌ای رو در تلویزیون مردم شروع کنه. یه دوستی هست که میگه که
سال 1971-72 در دفتر رادیو تلویزیون ملی ایران همکار آقای صفا حائری. این حائری ها خیلی هاشون آخوند و مذهبی هستن، این صفا حائری هم از اونا بوده یا فرق میکنه؟ اتفاقا یه حائری هم اومد اینجا با آب و دنگ و نمیدونم از آقای فاضلی از انگلستان اومده بود اینجا، یا آقای باتمانگلیچ هم این ورش میده بود اون ورش میده بود، حالا آقا رفته کالیفرنیا دفتر باز کرده با آخوندهای تو ایران کار میکنه. ببینید اینا کی هن. بله، در صورت این دوستون میگه همکار آقای صفا حائری بوده و با آقای محمود جعفریان تماس مستقیم داشتم و در سمت سردبیری اخبار کار میکردم. با آقای قطبی و ایرج گرگین هم در بیروت ملاقات کردم. وقتی درک کردم همش تملق و هوافروشی است، من این هوافروشی رو تا حالا نشنیده بودم. هوافروشی یعنی تعارفای باد هوا، اینه یعنی چی؟ ترک کردم و به کار خودم که مهندس معماری است بازگشتم. هرچه بله ایشون پرسیدم که من میتونم درباره شما صحبت کنم، ایشون گفته بود هرچی میخوای میتونی بگی، من ترس و واهمه ای ندارم. به نظر میرسه که آدم متدینی هست، با خدا و با ایمانه، و در صورت ایشون درباره برنامه آقای انصاری با من تماس گرفت. خیلی خوشحالم که تلویزیون مردم تونسته این پل ارتباطی باشه که بین اینها و برنامه گذارا ارتباط برقرار بشه. من برایشون نوشتم اجازه دارم که این نامه رو بخونم؟ ایشون نوشت بله و میخونم. حالا حتی گفتن اسمم بخون، ولی بذاریم نگیم که خودشون بیاد. جناب آقای انصاری، درود و سلام بر شما. همانطور که به اطلاع رساندم جهت بررسی و پژوهش حتما کتابهای شما و کتابهای بسیار دیگری را خواهم خواند. در طی روزهای گذشته تقریبا به تمام مصاحبه‌های قدیمی و جدید شما در یوتیوب گوش دادم. شما همان سخنان را تکرار کرده اید بدون اینکه در آنها کوچکترین تفاوتی شنیده شود. این دلیل این است که شما راستگو هستید، به آنچه میگویید ایمان دارید. از این جهت حتما مخالفین و دشمنان بسیاری هم خواهید داشت. شما در محیطی زندگی کردید، با افرادی تماس داشتید که خارج از محیط معمولی بوده و در اندیشه خاص به خود میزیستند. با این حال این قدرت اندیشه را داشتید که در منجلابشان قوتور نشوید. این قدرت شعور و روان شما را میرساند. شما یک اندیشمند هستید. تمام اندیشمندان تاریخ ما که در تغییر زندگی ما تأثیر گذار بودند، در زمان حیات خود مورد اهانت، شتم و زجر قرار داشتند. اگر این جمله سابق اشتباه است، لطفا فقط یک دانشمند و نه دو دانشمند مسلمان عرب و یا ایرانی را نام ببرید که در زمان خود مورد تعقیب و شکنجه قرار نگرفته و زندیق و کافر خوانده نشده و خودشان به ریختن خونشان به ریختن حلال اعلان نگشته باشد. در رابطه با این اتفاق همین علی شیرازی نوشته بود که آقا این مسلمان ها دو بیلیون هستن و وقتی 2 بیلیون طرفدار یه دینی هستن، پس ما گفتم ببین عزیز من، اون موقع تمام دنیا فکر میکردن کره زمین صافه، 3 میلیارد بوده، 4 میلیارد بوده. وقتی 4 میلیارد اشتباه میکنن، اون گالیله یا هر کی بوده که رفته پیدا کرده زمین گرده، اونم اگه میگه آقا ولش کن اینا میگن ما هم بگیم که میشد همین، اونم میگه آقا من قسم شهروندی خوردم میترسم بگم. البته بدبخت دیدین میخواستن نمیدونم پدرش در بیارن، گفت آقا من غلط کردم. همونجوری که میگید کره زمین صافه، امیدوارم از آخرش بیفتید پایین. اکنون تمام آموزشگاه ها و بیمارستان ها و مرکز های علمی به نام این زندیق ها معروف است، بدون اینکه از نام پادشاهان زمانشان جز ستمگری چیزی باقی مانده باشد. خواهشم این است که شما به راهی که در پیش گرفته اید ادامه دهید. آن ایمانی را که در خود نسبت به آفریدگار احساس می‌کنید همیشه در نظر داشته و بر آن متکی باشید. تکرار سؤال چرا در همه چیز به من بیشتر آموخته و می‌توانم میان خوب و بد را بدون احساسات شخصی تشخیص دهم.
متاسفانه بزرگترین اشتباه و یا کمبود انسان عدم درکش به کمبودهای مغزیش می باشد. با سر در پژوهش خود می توانم بنویسم که خانم فرح دیبا با خروج از محیط واقعیت و اندیشه های گذشته خود چنان در نقش ملک قوت ور شده بود که نمی توانست حقیقت را تشخیص دهند. این نقص و یا این نقص و یا عیب در افراد بسیاری وجود دارد و علت اصلی آن عدم مطالعه و پیشرفت مغزی است. خلاصه تکرار می کنم، به راه خود ادامه دهید، شما جاویدان خواهید بود. آنان که ایمان ندارند و علت آمدن رفتن از این دنیا را درک نکرده و نخواهند کرد، در جهت مقابل شما قرار دارند. باور بفرمایید که اگر حقیقت جز این بود، با روشنی و بدون واهمه حتما برایتان می نوشتم. طرف مقابل شما قابل تغییر نیست، زیرا با آن همه تکان خوردن نتوانستند حقیقت را درک کنند. شاید آقای رادخو باید بره به جنبونت شو. شما نسبت به اظهارات فرح خانم به شما در فیلم از تهران به قاهره پاسخ داده ای. جمله ای که در آن فیلم مرا به فکر برد این سخن ایشان است: وقتی بر سر قدرت بودیم هرگز تصور نمی کردیم این بلاها بر سرمان بیاید. خانم ماندانا، خانمی که حالا میاد میگه ما نمیدونم، آقای خلعتبری اینجوری اومد به سر احمقش میگه ما خیلی گاز داریم، چرا احتیاج به نیرو؟ میگم که میره فکر کنم آب گوشت چی میخوره، چی میگن دیزی میخوره، خیلی گاز داره. بعد نوشته که وقتی بر سر قدرت بودیم هرگز تصور نمیکردیم این بلاها بر سرمان آید. میخواهم از ایشان بپرسم آیا قاجارها یا قاجاریها میتوانستند تصور بلاها را بکنند، یا زندیها، افشارها، صفویها و همینطور تمام سلسله های پادشاهی ایران و تمام جهان؟ بله، این اندیشمند بودن شماست که از آنها جدایتان ساخته. ادامه دهید و تمام تجربه های خیش را به هدف بهبود اوضاع انسان ها بر این کره و به ویژه هموطنانتان به ارث بگذارید. خداوند راهبر شما و هدایت کنندگان باشد. با درود و نیایش ممنونم. در رابطه با اینکه بعضی از دوستان شجاعت و شهامت را این رو دارن که بیان دانسته هاشون رو به من و دیگران بگن و این رو برای نسل بعدی هم حتی به ارث که نه به یادگار بذارن، چون ارث یه چیزی میخوری تموم میشه، ولی یادگار یه چیزی که میمونه. جا داره از آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور تشکر کنم. اگر بشه از ایشون یه چند بار توی برنامه‌های مختلف دعوت کنیم تا درباره سوالاتی که دوستمون کرده و با ایشون در تماس هست، به جای اینکه به تک تک پاسخ بدن، بیان برای همه بگن تا ما هم یاد بگیریم. اگر این سوال‌ها چیزایی هست که در برنامه‌های قبلی گفتن، هیچ اشکالی نداره الان بعد از چند سال که گذشته باز اونها رو یه بار دیگه برای اونایی که جدیداً به تلویزیون مردم پیوستن یا برای خود ما بگید تا یادآوری بشه. برای آقای عقیلی پور امروز ایمیل فرستادم که اگر ایشون وقت داشته باشن جمعه با تلفن باهاشون باشید. چهارشنبه 3 بعد از ظهر دوستان با آقای یزدان خدابندلو هستیم. خیلی از شما برای من نوشتید که آقای سوربی، آقای یزدان خدابندلو روزی که درباره احزاب صحبت کردن با زرنگی خاصی از پاسخ دادن به پرسش شما فرار کردن. پرسش شما این بود آقا، شما میگید که اونایی که تو ایرانن اگه حزب دارن که به اصطلاح دومشون یا خود دومشون با آخونده وصله یا به اصطلاح مجبورن حرف اونا رو بزنن، بعد اینایی هم که بیرون هستن میگی اینا فایده نداره. من به شما میگم خب پس چه باید کرد؟ شما باز برای من تاریخچه احزاب رو میگید، تاریخچه کشورهای آزاد رو میگید، ولی نمیان بگید آقا یه جایی گراس روت یعنی جنبش های ریشه ای. روت یعنی ریشه، گراس هم یعنی چمن دیگه، ها علف. این دیدید که ریشه های اینا رو وقتی در میارید چه جوریه اینها. در صورت این جنبش ها باید اینجوری باشه، ولی کی بیاد اسم بنویسه اینجا؟ بازم آره، صد رحمت به آقای یزدان خداوندلو، بنده خدا میشینه مینویسه، پول برنامهشو میده، ایرتایمشو میده، میاد صحبت میکنه. تازه به منم و دیگرانم میگه بیاین از من انتقاد کنید، بیاین بخونید اینا رو، از من سوال کنید. من بهش گفتم دوست عزیز، من چون اینجا برنامه گذارا
صحبت‌های زیادی میکنن، من نمیتونم یکایک صحبت‌هاشون رو قبلا اگه کسی میخواد دو ساعت حرف بزنه بگم برای من بفرست من بخونم، خب میشم جی ال ویز، میشم کمیته چی میگن ارشاد وزارت اطلاعات چیه. من با آقای ارشاد نمیگم شما چیزی که میخوای بگی به من بگو، با آقای اجلالی اینو نمیگفتم، با آقای مینویی نمیگم، به شما هم نمیگم، خودتونم شاهدی. تازه میگم برای من حتی تکرار نکنید، نگید که در برنامه آینده میخواین چی بگید که تکراری نشه و بذارید من هم مثل دیگران بیام در یه جلسه ای حضور پیدا کنم، مثل سخنرانی ها در دانشگاه ها در محافل عمومی شما سخنرانی کنید، من و دوستان یادداشت میکنیم ازتون میپرسیم، یا به این صورت به صورتی که کانون آوا میاد اعلام میکنه که میگن ما این هفته آقای محمد کرمی رو داریم درباره این موضوعات صحبت میکنن، موضوعات رو من میدونم شما هم میدونید، ما هم سوال میکنیم، مثل که اینجا بهش میگن MC Master of Ceremony یعنی برگزار کننده مجلس، چی میگن تو ایران نمیدونیم، حتما تو ایران هم دیگه میگن MC. اون فرق میکنه با اینکه شما یک کتابی بدی به من بگی برو اینو بخون من میخوام بیام در این باره صحبت کنم، اگه برم بخونم که دیگه برنامه‌تون رو نگاه نمی‌کنم، اون کسی که دنبال خوندن میره خیلی علاقه به تلویزیون نداره، ما شما رو دعوت کردیم بیاین تو تلویزیون چیزایی رو که خوندید چیزایی که نوشتید برای مردم بازگو کنید، نه برام جمله به جمله بخونید که خسته کننده بشه، بازگو کنید. بارها هم گفتم مثل یک استاد دانشگاه که دیگه الان مثل معلم کلاس اول عمل نمیکنه، نمیاد یه صفحه درس بده بعد به بچه‌ها بگه مشق بنویسین، اول سال میاد یه کتاب میذاره بعد میاد امروز میگه که دوستان امروز داریم درس اول اون چپتر فصل میشه دیگه، فصل اول رو در مورد مثلا استاتیک یعنی ثابت، دینامیک ما داشتیم یه درسی استاتیک و دینامیک، من هیچ وقت نمیفهمیدم یعنی چی، اولا خندم میگیره فکر کردم دینامیته، بعد آقای آیت معلم تکنولوژی بود، استاتیک بابا بیا بگو این یعنی یه چیزی که ثابته، داینامیک یعنی عوض میشه، ما تا آخرش هم نفهمیدیم، بعدن این ور اونور فهمیدیم. در هر صورت شما بگو من میخوام درباره این صحبت کنم، بعد صحبت میکنید ما میریم کتابتون رو میخونیم مشغول میشیم اینجوری. در صد میبینم دوستان هم خیلی اشکال دارن، همینایی هم که زحمت میکشن وقت میذارن محققن مطالعه میکنن، وقتی که به جایی میرسه که باید با مردم تماس پیدا کنن نمیتونن. خیلی ها میگن آقا خمینی اینجوری حرف نمیزده، خمینی عمدن اینجوری حرف میزد که با مردم تماس برقرار کنه. خب اگه اینجوری شما میاد بگیرید، مگر ما حتی ضرب المثل نداریم چون که نمیدونم کارت به کودکان افتاد بس باید زبان کودکان بدونی، باید شما مردمتون رو بشناسید با زبان مردمتون صحبت کنید. خیلی ها میگن آقا چرا اون روز دقیقه فلان گفتی که آقای فلانی رو انگشت به دهن نگه داشتی، آقا من اینجوری صحبت میکنم، من عمدن این رو همینجور انتظار گذاشتم، بعد اگه میخواستم بگم انگشت به دهن اینجوری میگفتم، ولی وقتی این میگی انگشت به دهن یعنی شما میدونی انگشت به کجا، این برنامه منه، شما هم دوست داری از لذت ببر. جناب سرهنگ عالی قدر دکتر عقیلی پور با سلام، تا آنجا که مشخص می شود می باشد در جداسازی بحرین 4 نفر از وکلا رأی مخالف دادند، از آنجایی که 5 نفر پانیرانیست در مجلس بودند، محمد رضا عاملی، دکتر اسماعیل فریور، محسن پزشکپور، دکتر فضل الله صدر و دکتر هوشنگ طالع 1 نفر رأی موافق داده است. از قرار تنها فردی که در قید حیات است دکتر طالع می باشد. دوستان کسی دکتر طالع رو می شناسه؟ اگه می شناسید لطف کنید به من تماس بگیرید یا بگید که به ایشون که با ما تماس بگیرد. ممنونم از علی شیرازی عزیز، برای من یه چیزی فرستادن راجع به بورسیه و تحصیل رایگان در قبرس. خب میدونید که توی ایران به غیر از اینکه فرار مرزها هست اون هم با سرعت خیلی زیاد از این ور دانشگاه‌های آمریکا اینا رو
میگیرن، هرچی دانش آموز خوب و اینها از پولشون میدن میان، از اون ورم یه شرکت های تو ایران راه افتاده، بچه ها رو تشویق میکنه که آقا بیا برو فلان جا، کانادا نمیدونم مهندس فلان میخواد، استرالیا مهندس ظرفشویی میخواد و الی آخر. بعد میچاران بلند میشن یه پولی میدن به این شرکت ها میرن. حالا اینجا ما نمیدونیم که این شرکت هم مثل همون هاست نیست قلابی فلان، ولی نشته فرصت طلایی و بی نظیر جهت بورسیه و تحصیل در قبرس، بورسیه 100% برای دوره کارشناسی، بورسیه 50% برای دوره کارشناسی ارشد، شهریه ارزان برای دکترا، دوره دکترا با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، امکان ویزای همراه و ترانسفر به آمریکا بدون آزمون ورودی و مدرک زبان. حالا چون ما اینو به عنوان تبلیغ نمیخونیم، اجازه بدید شماره تلفن اینها رو هم نگیم، فقط بگیم که یه همچین چیزی هست. درست میگن، دروغ میگن، نمیدونم. و مطمئن باشید، به قول معروف، به قول آقای رادخوب، پولتون رو شماره 7 بزن. خب، درخشش کم سابقه سینمای ایران در کن. توی ایران وقتا میگفتن کان، نه وقتی چیز بود اون مال فرانسه و اینا. من اتفاق پارسال که رفتم اونجا همچین چیزی هم نبود، اتفاقا همون فصل این چیزای سینما بود، همه جا تبلیغ و اینا، شلوغ بلوغ اینا، یه چیز بی خود مزخرف، یه مش چادر زده در اونجا، هی دختران وایساده بودن که اگه بلیط داری ما رو هم ببر داخل. در صورت گویا درخشش کم سابقه سینمای ایران در کن جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلم نویس یا فیلم نام نویس گویا به ایرانی ها باز رسیده. این سینما ایران درخششی کم سابقه، بذارید بازش کنم، بی بی سی فارسی این رو نوشته و من هم به شما نشان بدهم. بریم کامرای دو و بله، درخشش کم سابقه سینمای ایران در کن جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلم نامه. سینمای ایران در درخششی کم سابقه برنده جایزه این و اون، آقای شهاب حسینی برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن شد و اصغر فرهادی کارگردان فیلم فروشنده جایزه بهترین فیلم نامه را دریافت کرد. هم شهاب حسینی و هم اصغر فرهادی اولین ایرانیانی هستند که جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه را در جشنواره کن دریافت کرده اند. نوشته شهاب حسینی بعد از بردن جایزه بهترین بازیگر مرد، آن را به مردم ایران تقدیم کرد. این جایزه به نوعی از مردم ما آمده، بنابراین به خودشان برمیگردانم. این جایزه را از اعماق قلبم و با عشق تقدیم به مردم سرزمینم میکنم. اگر فیلم شهرزاد رو دنبال میکنید، این هم آقای قباد هست که بعضیا به خاطر نقشی که داره ازش متنفرن، در صورتی که هم ایشون هم اون خانومی که نقش شیرین رو بازی میکنه خیلی از اونایی که نقش مثبت دارن توی اون فیلم بهتر بازی میکنن به نظر من. مثلا این خانومه که همون اصلا نقش شهرزاد رو بازی میکنه، به نظر من هنرپیشه قوی مثل اون خانم شیرین نیست. اینم از این ماجرا، اینم نظر من. اگه یه وقت میخواین نظر من رو بدونید، روی نظر من به اینها جایزه بدید، این هم نظر من، مفت و مجانی بهتون نظر دادم. و اما بله، اون نامه این دوستمون رو خوندم، از دبی یا از کشورهای عربی هست ایشون، امیدوارم که به زودی ایشون رو در تلویزیون مردم یا داشته باشیم یا حداقل مصاحبه‌ای با ایشون داشته باشیم. و اما یه دوستی برای من این رو فرستاد و این رو قبلا هم من خونده بودم، ولی براتون بگم که این دوستان شاه اللهی وقتی میخوان تعریف کنن از رضا شاه و شاه و این رضا ولیعهد کوتوله، منظورم قدش نیست، ماشاءالله چون شیر گاو بهش دادن این گاو گنده است، ولی منظورم از لحاظ مغزی بهش میگم کوتوله مغزی. در هر صورت دروغ که میگن، دروغ تو نوشته ها پیدا میشه.
مثلا این داستان نوشته که با درود آخوند انگلیسی زیاد داریم ولی نمیدانم این داستان درست باشد. رضا شاه چشم دیدن آخوندها را نداشت. اینا هر کی باور داره غلط میکنه. رضا شاه با کمک آخوندها شاه شد. این مزخرفات چیه؟ رضا شاه با کمک آخوندها شاه شد. خب حکومت حکایت آخوندهای ختنه نشده و رضا شاه برگرفته از کتاب تاریخ معاصر ایران. رضا شاه در ابتدای سلطنت خود از ارادتی به روحانیان و بزرگان دین داشت. دوستان نگاه یکم بیان بالا، همینجا نوشته که رضا شاه چشم دیدن آخوندها را نداشت، درسته؟ ببینید نیذاشته حتی جمله اول تموم بشه، نوشته رضا شاه ارادتی به روحانیان دین داشت. یعنی میگن دروغگو کم حافظه است؟ اینا اصلا حافظه ای ندارن که کم باشه یا زیاد. زمانی که در سفرهای متفاوت به شهرهای مختلف میرفت حتما به دیدار این دسته از روحانیون میرفت. عجب، شما گفتید چشم دیدنشون نداشت، پس میرفت قربون صدقه شون برای چی؟ از قضا در سفری به جنوب، قبل از اینکه براتون بخونم، توی اسلام چیه؟ میگن وقتی یه نفر فوت میکنه تا 24 ساعت نشده، حتی تا شب نشده باید خاکش کنن، یه همچین چیزی داره. بعد گویا اونایی که مثلا شب میمیرن میگن نمیتونی وایسی 24 ساعت بشه، فردا صبح اول وقت روشن شد باید بری طرف خاک کنی، مخصوصا موقعی که یخچال و این سردخونه ها و اینها نبوده، درسته؟ ولی حالا ببینید دوستان، اتفاقا اینو برای یه نفر فرستادم، گفت آقا آفرین به هوشت، تو باید میرفتی یا دادستان میشدی یا وکیل میشدی. گفتیم حالا یه جورایی دادستانی داریم میکنیم، داد مردم رو از شاه و شیخ میخوایم بگیریم، ولی متاسفانه حقوقی بهمون نمیدن. ایشون نوشته که از قضا در سفری به جنوب از اصفهان عبور میکنه که در آنجا آخوندی به نام آیت الله اصفهانی حضور داشته. رضا شاه دورادور به او ارادتی داشته. ای بابا، شما که گفتی این چشم دیدن آخوندها رو نداشت، پس چرا ارادت داشته؟ و تصمیم به دیدار او میگیرد، اما پس از رسیدن به منزل آخوند میبینه، میفهمه که آج آقا فوت کرده است. رضا شاه پس از همدردی با اهالی خانه و شاگردان زمان مرگ و علت آن را جویا میشود. شاگردان علت مرگ را سکته و زمان آن را حدود 10 روز قبل بیان میکنند. رضا شاه غبار از تن نگرفته میخواهد به مزار حاج آقا برود و میگوید مراسمی برپا کنین، تا اینکه دستور ساخت و مقبره و مراسمی فلان اینها، مریدان میگویند که هنوز حاج آقا را در خاک نکردند. همینجا دیگه بس. بعد میخوان حالا بگن که حتما آقای رضا شاه هم رفت ایشونو شست، بعد دید که این ختمه نشده، فهمید این انگلیسیه. ولی ببینید چقدر ناشیانه عمل میکنن. اول میگه چشم دیدن آخوندار نداشت، بعدن میگه ارادت داشت، رضا شاه میره خونه اون، بعدن میگه این آخونده 10 روز مرده. 10 روز در زمان رضا شاه 37 سال آخونده هستن. 37 سال هم پسرش بوده میشه 74 سال. اگه درست 1 سال قبل او باشه، 75 سال پیش تو اصفهان سردخونه بوده که این مرده رو نگه دارن، اونم نه 1 روز، نه 2 روز، 10 روز. هر کافوری هم رو این میریختن بوگندش اصفهان رو بر میداشت. اینقدر دروغ نگید بیچاره ها. نمیتونید رضا قلدر رو شما به مردم غالب کنید به عنوان یک اندیشمند، یه آزادی خواه. یه قلدری بوده که در زمانی که آتاتورک اونجا، اون یکی دیگه چی بوده توی افغانستان، اونم یک ملک پلکی چیزی بوده اونجا بوده، یه جریانی را میفته، قرن 20 هم بوده، باید یک غلطی میکردن دیگه. حالا یکی آهنی ساخته، نمیدونم پلی ساخته، یکی مدرسه دانشگاهی. خب اگه ما تا امروز با قربون صدقه اینا بریم، لابد تا 1000 سال دیگه هم با قربون صدقه این آخونده بریم، برای که دانشگاه ساختن یا برای که تلفن نمیدونم بی سیم آوردن یا برای که کامپیوتر آوردن. خجالت بکشید. به اون فرستنده نیستم، اما به اونایی هستم که این مزخرفات رو می‌نویسن که حالا آقای آخوند نمیدونم دودولش ختنه شده بوده یا نشده بوده. خب A tap on the shoulder. آها، ببینید چقدر قشنگ ردیف میشه این در رابطه با مرده و رضا شاه و اینها. هم رضا شاه مرده، همون آیت الله اصفهانی. چقدر جالبه، اصفهان بوده، فامیلش هم اصفهانیه. ایشون بعدش میمده ولی ارادت داشته به این یکی. برو آقا، ایشون خاک تو سرش میکرده، گل میزده، سینه میزده، پسرش مسجد شاه و نمیدونم سپه سالار میرفته سینه میزده. آدم بشید، اقلا تاریخ رو بخونید. در هر صورت
میگه که چهارشنبه هفته گذشته یه مسافر سوار یه تاکسی میشه. تاکسی وقتی داشته میرفته، طرف میبینه که اون جلو شلوغه، میخواد بهش بگه از این خیابون برو، دست میزنه اینجای راننده، این راننده یه دفعه چی میشه و از جا در میره و ران ماشین این ور ماشین اون ور اینا، میره میزنه به یه درخت. بدبخت مسافره میگه آقا ببخشید، من نمیدونستم شما با این به اصطلاح اینجوری دو وحشت میکنین ها. راننده تاکسی میگه که من از شما عذر میخوام، تقصیر شما نیست، تقصیر منه که من 30 سال راننده ماشین های قبرستون بودم. اینجا بهش میگن چی؟ هرس میسکه، H-E-A-R-S-E. اینا اگه دیدید مثل تقریبا یه جوری مثل کلمه هرس، مثل اسب، ولی اون وقتا حالا نمیدونم ریشش از کجا میاد، بذار خرابش نکنم. این ماشینایی هست که مرده کشی میکنن. میگه تقصیر شما نیست آقا یا خانم مسافر، تقصیر منه، من 25 سال 30 سال راننده ماشینای مرده کش بودم، امروز یه دفعه شما زده اینجا، من فکر کردم مرده زنده شده. راستی چرا ما اینقدر از مرده ها میترسیم؟ حتی از مرده های خودمون، پدر مادر تا امروز زنده است، تا امروز تو بیمارستانه، همچین که میمیره میترسیم ازش. چرا این ترس از مرده؟ علی شیرازی داره تحقیق میکنه، نوشته ها رو میخونه، چیزای مال خواب دیدن و اینا رو میگه و اینم کاش که برامون بگه. و اما اینم برای تقدیم با آقای چمنارا، تقدیم با آقای رادخو. فیلم کوروش بزرگ در زمینه صحنه ای از فیلم کوروش بزرگ ساخته آنتونی مان که تابستان امسال روی اکران می رود را می بینید. این صحنه لحظه ورود کوروش را به بابل نشان می دهد و مردم بابل، اینجا تو پرانتز نوشته با شهر بابل در مازندران اشتباه نشود، مسیح گونه از او استقبال می کنند و او را می ستاید. شما می توانید به من بگید مسیح گونه یعنی چجوری؟ چه موقع از مسیح استقبال کردن مردم؟ از مسیحی که قرار بیاد استقبال کوروش مثل اون بوده؟ اگر استقبالشون بوده، کوروش که قبلنه، نمیشه که یه نفر که قبلنه مثل بعدی باشه. کارمون خیلی خراب. از آهنگ خیلی ایرانی متن فیلم هم غافل نشوید. ما تا الان نمیدونستیم، باز به فرستنده این نیستم، ما به نویسنده این هستم. تا حالا ما نمیدونستیم آهنگا خیلی ایرانی کم ایرانی. میدونیم اکثر ایرانی ها چون آهنگا رو از این اون میدزدن، آهنگه ریشه اسپانیولی داره، ریشه ترکی داره، ریشه هندی داره، ریشه عربی داره، ولی از آهنگ خیلی ایرانی متن فیلم هم غافل نشوید. ما که از مشاهیر خودمان یادی نمی کنیم، خدا پدر شیطان بزرگ را بیامرزد، حتی اگر قصدشان بهره برداری مادی باشد، لااقل بدین وسیله کوروش بیشتر به جهانیان معرفی می شود. امیدواریم حالا بشه. چی میشه؟ این همه فیلم 300 ساختن، اسکندر و یونانیان رو معرفی کردن به جهان، چی شد؟ از فرداش مردم آمریکا شمشیر برداشتن تو خیابون راه افتادن دنبال ایرانی ها. بابا کتابیان، این آقای بهار، دکتر جلیل بهار، امیدوارم حالش خوب باشه، خیلی مدت روی فیسبوک اینا هم برای من چیزی نمیفرسته، میگفت گذشته در گذشته. گذشته کی اتفاق افتاده؟ در گذشته دیگه. این کلمه‌ای که میگن طرف در گذشت، یعنی دیگه الان نیستش، در گذشته بوده. آقا کوروش، اسکندر، چنگیز خان، مغول، هیتلر در گذشتن. فکر خودت باش آقای رادخو، آقای چمنارا، ببین میتونی چی کار کنی. بیا به مردم بگو آقای خداوندلو، ببینیم میتونی چه کار کنی، برنامه چیه. یه حزبی رو که مال آلمانه برید بخونید، ببینید اونا مثلا چجوری تو اختناق فلان دوره تونستن چی میگن رشد و نمو پیدا کنن، اونو بیان برنامهش پیاده کنید. 6 ماه 1 سال به خودتون وقت بدید، مثل آقای روز به مشکین خط نباشید که من میگم آقا این حزبی که شما میگی کیه، کجاست؟ میگه ما وبسایت داریم. میگم وبسایتتون کار نمیکنه، میگه داریم درستش میکنیم. میگم اساسنامتون کجاست؟ میگه میفرستم. میگم بفرست، میگه الان شمالم. میگم کی میفرستی؟ میگه وقت رفتم تهران. ایشون هنوز داره شمال میچرخه.
این صندلی من هم اینجوری. این دوستمون گفته 100 دلار فرستاد، من این 100 دلار برم بدم یه صندلی خوب. والا این صندلی نو هم نیست دیگه، دروغ میگم 4 ماه دارم میگم این صندلی نو. این صندلی هم از دست من صداش در اومد. میگه که داشتم نماز میخوندم، دیدید میگن موقعی که نماز میخونید به هیچ فکر نکنید، فکر پول و فلان اینا نباشید. میگه داشتم نماز میخوندم، مدام تصویر چهره عمم میومد جلو چشمم. خیلی خیلی ریز فهمیدم، خیلی ریز اینا رو تو ایران تازگی میگن، خیلی ریز فهمیدم خدا داره غیر مستقیم اشاره میکنه که این نمازی که میخونی به درد عمد میخوره. قشنگ بود، مرسی. هم از فرستندش ممنونم، هم نویسندش جالب نوشته. واژه زانو به جای سینه، حتما میگید مگه میشه آدم کلمه سینه رو هر جا خواست با زانو استفاده کنه؟ بله، وقتی زور بالای سرت باشه مجبوری. تازه ما زورم بالای سرمون نباشه میگیم خب حالا خیلی هم ریسک نکنیم. علی دیگه امروز از دست من کفری کفریه، ولی نه، آدم خوبیه. آدم های خوب وقتی ازشون انتقاد میکنی روز اول ممکن ناراحت باشه. همینجا باز از آقای منوچهرخان هم ممنونم، هم عذر میخوام هم تشکر میکنم. چرا؟ گفته که من عصبانی بودم وقتی برای شما پیام گذاشتم، ای کاش اون روز پیام نمیذاشتم، از عصبانیت میافتادم، بعدن باز مثل شما مثل دو تا دوست با هم بودیم. ممنونم منوچه جان، امیدوارم هفته آینده یه روزی بتونیم با شما باشیم. بهتونم گفتم مرا و تو را به خیر این آقای سعیدی امید نیست. آقای سعیدی قبل از برنامه زنگ نزن، آقا به من زنگ بزن. شما بعد از برنامه زنگ بزن، 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کن، ما اونم برات مجانی پخش میکنیم. گفت که وقتی رئیس دست رد به زانوم زد، ما تا حالا شنیده بودیم دست رد به سینه آدم میزنه. لیلا گلستان در گفتگو با ایسنا گفته برای ممیزی یک کتابم برای عبارت دست رد به سینه اش زد اصلاحی آمد که این را بردارید و به جای سینه چیز دیگری بگذارید. بر این اساس متن اصلاح شده یک مجموعه داستان ایرانی را که بعد از اصلاح و ممیزی در صف انتشار است در ادامه می‌خوانیم. اینکه نویسنده برای پیشگیری از هر گونه شائبه به جای کلمه سینه از زانو استفاده کرده است. وقتی رئیس دست رد به زانوم زد، با وام موافقت نکرد راهی خونه شدم. غم سنگینی توی زانوم حس می کردم و احساس می کردم دنیا به آخر رسیده. تا غروب توی کوچه ها گشت زدم و دست آخر شب با بچه ها رفتیم هیئت زانوزنی، هیئت سینزنی. یکم خالی شدم. صبح وقتی از خواب بیدار شدم کمی خسخس زانو داشتم. سینه رو دوباره میگی زانو، فکر کنم زانو پهلو کردم. یه پرنده لب پنجره نشسته بود، زانو کفتری بود، سینه کفتری، و زل زده بود به من، انگار داشت میگفت دوباره برو پیش رئیست و زانو تو سپر کن و بگو این وام حق منه. سینه تو سپر کن و بگو این وام حق منه. خیلی قشنگه. بعد پر زد و رفت. زانو کش آفتاب، سینه کش آفتاب. قلبم به تپش افتاده بود و حس می کردم امید توی قفسه زانوم جریان پیدا کرده، توی قفسه سینه. راه افتادم، با خودم گفتم اولین جمله‌ای که به رئیس میگم باید این باشه: آقای رئیس، برادر عزیز، ما خودمون زانو سوخته ایم، چرا ما را تحویل نمیگیری؟ برای اینکه دوچار استرس نشم سر راه یه شربت زانو خریدم و با آب معدنی خوردم، راه افتادم به اداره رسیدم. رفتم دفتر رئیس، زانوی صاف کردم و گفتم چند دقیقه با شما کار دارم، میخوام با ایشون زانو به زانو حرف بزنم. رفتم دفتر رئیس، گفتم چند دقیقه با رئیس کار دارم، دفتر رئیس منشی داره، میخوام با ایشون زانو به زانو حرف بزنم. مرد و مردونه داخل شدم. رئیس زانوی دیوار وایساده بود و داشت خیابون رو نگاه میکرد. هنوز سلام نداده بودم که گفت اگه میخوای سنگ این جماعت تازه به دوران رسیده را به زانو بزنی بهتره برگردی پشت میزت. زانوی صاف کردم و گفتم نخیر قربان، بنده برای عرض دیروزی دوباره مزاحم شدم. احساس کردم رئیس زیاد حالش خوب نیست و کمی شنگوله. تهمانده شربت زانو رو درآوردم و دادم بهش و گفتم
مرهم زانو درده، از هر نوعش خوشش اومد، لبخندی زد و گفت تو هم کارمند خوبی هستی، تو هم کارمند خوبی هستی ها. گفتم ما زانو چاک شماییم، سینه چاک. بعدم دستم رو گذاشتم روی زانوم به نشانه احترام. گفت خب حالا چی میخوای؟ رئیس که شربت زانو رو خورده بود زانو و درد زانوش بهتر شده بود، گفت زانو مالامارد درد است، ای دریغا مرهمی. لیلا گلستان مترجم و نگارخانه‌دار ایرانی، عضو کانون نویسندگان ایران، فرزند ابراهیم گلستان. اینم چی؟ نشون میده من و شمای بیچاره این ورگیر شاه و لایه احمق میفتیم که هی بخواد ما رو به زور بگه نمیدونم به این بگو اون، به عکس بگو فرتور، به نمیدونم صرفه بگو اون، به سلام بگو درود، به خداحافظ بگو خروج، نمیدونم چی. از اون برم ایران گرفتار اوناست که میگه چون گفتی سینه، حالا باید سینه رو عوض کنی. وقت یعنی هیچ، یعنی شاه و شیخ فرق نداره، هیچ. خب اینم از این دیگه، منم خسته شدم، 90 دقیقه است با شما هستم. بورسیه و تاثیر رایگان رو گفتم، نو سابجکت رو براتون گفتم، لبرس و اینم این در رابطه با آقای انصاری گفتیم، آخوند انگلیسی رو گفتیم و تاکسی و راننده ماشین نشکش میگفتن ها، اون رو هم گفتیم. نماز میخونده و برای عمت به در میخوره، واژه زانو به جای سینه، اون رو هم گفتیم. آها، این دوستمون چون شنید که قراره آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور بیان و چند تا برنامه با شما دوستان باشن، نوشته با سلام، اگر اطلاعی از دوست ملکه ثریا که کارگردان سینمای ایتالیا بودند و در سقوط هواپیما کشته شد و بعضی ها شاه و ساواک را در آن ماجرا بی ارتباط نمی دانند، لطف کنید و اعلام نظر کنید. آقای دکتر عقیلی پور اصلا یک عشق و علاقه خاصی به این خانم ثریا داره، همیشه میگه که ملکه یا میگه پرنسس، در سال حالا وقتی قرار بشه راجع به این موضوع صحبت کنن خودتون خواهید داد، خواهید دید. و اما هاوس ریپابلیکن آر وانس اگین ساید سینگلینگ اوت ایرانیا، بله، میگه که نیاک آقای تریتا پارسی امروز صبح، نه دیروز، برای من این رو فرستاده و براتون میخونم. میگه یک بار دیگه این مجلس نمایندگان آمریکا به ایرانیا پیله کرده و میخواد ما ایرانی ها رو مثل تروریست ها چیز کنه، در صورتی که میدونید جدیدن این ماجرای 28 صفحه جدیدن درست برعکس اون چیزی که همین آقای اوباما هی میگفت که نه ما نمیتونیم به مردممون اجازه بدیم هر کشوری رو میخوان سو کنن، اینجوری که آجر رو آجر بند نمیشه و اینها، بله شد آقای اوباما و الان اجازه داره، آمریکایی‌ها میخوان عربستان سعودی رو سو کنن تا اصل این ماجرا پیدا بشه. میگن عربستان سعودی مسئول شماره یک اون سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر 2001 بوده. ولی اینجا ببینید هاوس ریپابلیکنز، بله، میگه که جمهوری خواهان توی این نماینده ها و نوشته که برنامه هست و بیاین و حمایت کنید تا اینها بیشتر ما رو بشناسن. اگر دوست دارید، اگر شما مثل شاه اللهی نیستید که میگید ایرانیا باید 77 میلیون اگر از 7 میلیونش کشته بشه 70 میلیون دیگه که ما برگردیم با آقا رضا بریم اونجا شاهبازی، این به نظر من خوبه. 8 جون توی واشنگتن، بعد میتونید بلیط هم تهیه کنید و با نیاک هم در تماس باشید. این هم کاری که ما میتونیم اینجا به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت، نیاک هیچ وقت آقای رادخو به من نگفته اگه مردی آگهی ما رو تبلیغ کن، وقتی یه برنامه دارن من چون موافق این هستم که جنگ نشه، موافق این هستم، من بارها گفتم اگه این آمریکا حماقت نمیکرد میذاشت پدر مادران ما هر وقت میخوان بیان هر وقت میخوان برن، این همه ایرانی نمیومد اینجا گرین کارت بگیره، سیتیزنشیپی بگیره، ضرر بزنه با آمریکا، میرفت میمد، ایرانی نمیومد اینجا بمونه از ترسی که دوباره راش ندن بمونه اینجا، تمام مخارج بیمارستان تو سن بالا
حماقت کردم، حماقت شدم. یکی و دوتا نیست، برنامه دیشب داشت 60 مینیت یا 2020 بود دیدم، نشون میداد که یه حماقتی کردم. وقتی که جنگ یه دفعه تو دوتا کشور، همون جورج بوش احمق، واقعا میگن یه احمقی سنگ میندازه تو چاه، هزار تا آدم عاقل نمیدونن اینو چجوری در بیارن. همون جورج بوش احمق وقتی که ببینی آقای علی شیرازی، اینجا حسنش اینه که شما میتونی به این رضا بگی رضا عقب افتاده، به جورج بوش بگی جورج بوش احمق، به اوباما بگی اوبامای دروغگو. ولی اگرم اوباما کار خوب کرده بگی این کار خوب بوده، اگه جورج بوش هم یه کار خوب کرده بگی این کار خوب بوده. ولی شما فقط میخوای خوبیا رو بگی، بعد میترسی که یه وقتی نکنه. این میشه همون ایران خودم، ببخشید تا ایران اینجا رو ایران نکردیم یه جای دیگر پیدا کنیم بره. بله، این جورج بوش وقتی دو تا جنگو با هم شروع کرد، ایران و افغانستان، 20,000 سرباز کم داشته. آخه ببین، اینم مثل آقای حخا، اینم مثل آقای هوشنگ رادخو، اینا به نیروهای غیبی باور دارن. حخا میگفت یک گودی گودیا از هندوستان بهش کمک میکنه، اون یکی دیگه میگه فردوسی بهش گفته برو سیمرغ ببر اون بالا. 20,000 تا سرباز کم داشت. چرا؟ گفت من صبح رفتم تو چپل، نمیدونم عیسی گفته برو بزن بکش، بعدم دیدید که با افتخار نشست رو کشتی، گفت میشن اکامپلیش، یعنی ماموریت به خوبی انجام شد. طرف گفت آقا کجا انجام شد؟ جوانای مردم بردی اونجا تو اینا صحرا و فلان بیسار اینا، گریه میکنن، مگس پشه میزندشون، سرباز آمریکایی گریه میکنه، ایرانی میگیرتش میارتش تلویزیون گریه میکنه، کجا اکامپلیش وات؟ بعد آمدن چی کار کردن؟ گفتن هر سربازی یه نفر دیگر رو معرفی کنه که $2,000 بهش میدی. بعد گفتن محدودیت هم نداره. یک افتضاحی شده، $10,000,000 پول ارتش رو این سربازا و ارتشیا اومدن، این گفته من اینو معرفی کردم، اون گفته من اونو معرفی کردم، من اون معرفی کردم، اینها پولا خورده شده. حالا $28,000,000 هم خرج دادگاه و وکیل و اینها تا ببینن این $10,000,000 رو به دروغ میگه. آقا طرف اصلا خودش رفته ثبت نام کرده، 4 نفر اومدن گفتن ما اینو آوردیم، 4 تا $2,000 بهش دادیم، 20 تا اومدن توی مدرسه‌ای بوده رفتن ثبت نام کردن، یا آقای اسم اینا برداشته همه رو نوشته، مثل میزنن زنش اونجا معلم بوده، اسم و شما اینا رو برده داده 10 تا $400,000 $500,000 $80,000 $60,000 پول گرفتن. ایناست دیگه مملکت رو به گند میکشه، ایناست که مردم رو آسی میکنه، دنبال دونالد ترامپ را میفتن. اون آقایی که شرط بندی کردید $500 رو حاضر کنید. خب ساعت 3:37 است و we are outraged. وقتی عصبانی نه، وقتی آدم میگه واقعا دیگه این یکی خیلی افتضاحه، اینه از این کاری که دارن آمریکایی‌ها میکنن تو مجلس. یه فیلمی هست All the Way، مال رئیس جمهوری کی بود بعد از جان اف کندی، لیندن جانسون. برید اونو ببینید حتما، روی فکر کنم تلویزیون ها و اینا الان میتونید ببینیدش. All the way، برید ببینید که اینا برای انتخاب شدن چیکار میکنن. همزمان بوده با همون مارتین لوتر کینگ و همزمان بوده با انتخابات بعدی، چون میدونید که اون که مرد این نخست وزیرش اتوماتیک وار شد رئیس جمهور، ولی برای انتخابات باید یه کارایی میکرد که مجبور شد اون سیویل رایت، اون همون حق مردم بود که سفید و سیاه مساوی هن فلان اینا، که از دوره جان اف کندی توی مجلس بود ولی مونده بود اونجا. اینجا میدونید بعضی قانون های دم میدید 10 سال میمونه، 2 سال میمونه، 1 سال میمونه تا یه اتفاقی بیفته، یه فشاری بیاد پشتش. این به خاطر اون، به خاطر انتخابات اون فشار رو آورد. بعد ریپابلیکن ها وایسادن، فیلیباستر نمیدونم چجوری برای شما تعریف کنم، مثلا 70 روز همونجا میخوابیدن، همونجا وای میسادن. همین تد کروز احمق هم چند مدت پیش همچین کاری کرده بود. اگه کسی فیلیباستر میتونه به ایرانی توضیح بده، لطف کنه زنگ بزنه، پیام بذاره، نه اینکه زنگ بزنه بگه آقای سوربی قبل از برنامه‌ت یه زنگی بزن میخوام یه توضیح بدم. آقای سعیدی من توضیح از شما نخواستم عزیز دلم، شما اومدیم من میخوام برنامه بذارم، گفتیم بفرم، چونه زدی سر برنامهش، گفتیم بابا بیا. به چی میگفتن؟ میگفت بدم بمیرو بدم. بعد حالا رفتی نیومدی،
بعد حالا توضیح میخوای بدی، لابد میخوای بگی چون آقای منوچه گفته من میام، چون آقای منوچه مرد خوبیه گفته با وجود که تو برنامه اونم من پولش میدم منتظر اون بودیم، ببخشید این میشه خر لنگ منتظر هوش، در مثل مناقشه نیست. البته دوستمون نوشته این آقای عقیلی پور، آقای عقیلی پور خیلی کار داری یا خودت آماده کن خودتونو، ببخش کاکو جان با سلام. اگر آقای وارسته که در آخرین ملاقات دکتر صدیقی با شاه به همراه امینی و انتظام بوده در قید حیات باشند، به گمانم مطالب جالبی داشته باشند. من برای این دوستم میگم آقا اینا بیچارا دیگه پیر شدن. وقتی شما میگه آقای وارسته، این قبل از انقلاب بوده دیگه. اگه اون دکتر صدیقی رفت به شاه گفت که شما با وایسی تا من نخست وزیرت بشم، این بار من مثل اشرف و شعبون بیمخ عمل نمی کنم که تو بری از مملکت بیرون بگی رفتم سرما خوردم بعدم برگردی اینجا من یه مشتی برات زده باشم. باید وایسی مرد و مردونه، اگه مردی منم وای میسم نخست وزیرت، اگه نیستی برو. اونم رفت، بختیار بیچاره از هول حلیم افتاد تو دیگ داغ. چشم دوستان، اگر آقای وارسته رو میشناسید با من تماس بگیرید، یا اگر آقای وارسته خودش تماشاگر برنامه ماست با ما تماس بگیره، خوشحالیم که با شما صحبتی داشته باشیم. این دوستمون همچنین گفته که از دکتر خدای کی بود که اسمش هم یه برنامه ما مهمونمون بودن یه بار یادم میره اسما، امروز با یه نفر صحبت میکردم گفت سوری من یکم بیمارم و فکر میکنم 40% فراموشی به هم دست داده. گفتم نه، 40% مغزتون الان مشغول اون بیماریه، امیدوارم بیماریت خوب بشه بعد 100%ش برگرده اینجا. دوستان نظر شما در رابطه با آتش و آتش نشانی و اینها چیه؟ میدونید که توی ایران هم اون آخری ها رسم شده بود، باید ماشینا، اتوبوسا، اونایی که به اصطلاح کمرشال بودن، تاکسیا باید کپسول آتش نشانی داشتن. ما وقتی اومدیم آمریکا خب این شیرای آتش نشانی رو زیاد دیدیم. ولی این جالبه، نوشته پیامبر اکرم گفته اگر جایی آتش گرفت الله اکبر بگویید، خدا آن آتش را خاموش میکند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نراق، این همون میگن نراقی مثلا مال اونه، بعد اینجا هم آیه و سوره و ایناشو نوشته. و خیلی جالبه، ببخشید من اینو میگم، یکی از دوستان گفت خب اگه اینا به این باور دارن پس اینو گذاشتن اینجا که آخوندها بیان بشینن روش. من نمیدونم، بپرسید. اگه شما به این باور دارید، خونتون اگه آتیش گرفت کپسول آتش نشانی روشن نکنید، شروع کنید الله و اکبر بگید. چی بگیم با خدا؟ از این بر گرفتار شاه اللهی، از اون بر گرفتار شیخ اللهی. و اما آقای نیچه معرف حضورتون هستن، نیچه یه چیزی درباره زرتشت گفته، بعضیا اصلا فکر کنن این درباره بابای اونا گفته. منم زرتشت. نیچه از کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی میخواند نباید بترسید و بهراسید، از کسی باید بترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس میپندارد ولی هرگز آن را نخوانده است. آقای چمنارا، حالا فهمیدید شما چرا من به شما گفتم نگو شاهنامه کتاب مقدس ایران، ایرانی ها؟ چون وقتی یه چیزی رو مقدس کنی اونجا شروع این اشتباه هست که آقا این کتاب جواب تمام مشکلات رو داره. اون وقت میشه قرآن، اون وقت میشه تورات. حالا بازم این کلمی ها از همه زرنگترن، این صفحه تورات رو باز گذاشتن مثل مرز اسرائیل که معلوم نیست، این تورات هیچ وقت صفحه آخر نداره، هی اضافش میکنن. شما بستید شاهنامه رو گذاشتی، مسلمونه قرآن رو گذاشته، میگه این جواب همه چیزا تو اینه. اگه بهش گفتی آقا تلفن بیسیم، میگه بله اون موقع این کی بوده، حمزه بوده داد میزده شعر میخونده از تلفن، از بلنگو فلان، از مزخرف. شما هم ناراحت نشه عزیز من، چیزایی که شما میگید و این دوستان آقای رادخو اینها میگن درباره یک کتاب داستانی که این کتاب داستان خدا میدونه از چه کسایی تقلید شده، نمیخوایم بگیم دزدیده شده، عین همینه. یک کتابو گرفتید
این شده شاهنامه مقدس. الان آقای چمنارا برام می‌نویسه آقا کتاب تومانی تومانی چی، کتاب ایران در نمیدونم چیز چی. اینم از این. آقای مختار حسین زیبایی ممنونم، اکنون خرمشهر 34 سال پس از آزادی. اگه برنامه ما رو به موقع نگاه کنی اینا رو میبینید، این اکسا و اینا رو ما نشون دادیم و توی آمریکا رسمه. شما مثلا سوار اتوبوس هستی یا تو ماشین خودت هستی تو ترافیک، بالای یک بیلدینگ یا یه ساختمونی نوشته اگر اینجا زندگی میکردید الان خونه بودید، داشتید آبجو میخوردید یا داشتید چای میخوردید یا داشتید تلویزیون نگاه میکنید. آقای حسین مختار زیبایی، اگه تلویزیون مردم رو نگاه کنی همیشه یکی دو روز چیزا رو جدیدتر میبینی. ولی ممنونم از شما، امیدوارم شما هم خوب بشی، سلامت بشی و بیای و برنامه‌ای رو در تلویزیون مردم داشته باشی. و باز برگشتم این نامه، اگر جیگر داری دو تا بلیط به خدا. اصلا حالا شما ببین اون بیچاره هایی که مثلا یه بار برنامه آقای رادخور رو دیده، بعد به خودش امید میده که بله یه آدمی هست توی تگزاس آمریکا نشسته دلش به حال ما میسوزه. حالا از این آقای رادخور سوال کنیم آقا شما 6 سال پیش، 5 سال پیش، 7 سال پیش تو این تلویزیون بودی، قبلش به قول خودتون پولتون رو دادید توی تلویزیون دیگه بودی، چه کار کردید؟ چه کار کردی؟ شما که مهندس برق هستی، یه مدار برق رو وقتی یه نفر میاد میگه چه کار کردی، شما میگی من تا پشت کنتور اداره برق کشیده بود، پشت کنتور فیوز و فلان و اینا رو گذاشتم، اومدم اینجا قسمت اصلی رو دادم، آشپزخونه تمومه، این تموم. شما چه کار کردی آقای رادخون؟ مهمون من باش، جیگر دارم مهمون من باش. ولی اگر خمینی هم میخواست مفتی مهمون این اون باشه، الان تو عراق هنوز باید با آفتابه دست نماز میگرفت. بلند شد، اون جیگر داشت، سوار هواپیما شد، اومد اونجا و آن کرد که دیدید و شنیدید و شد دید. بسمونه نه؟ سردرد گرفتید؟ اب نداره. آقای هوشنگ رادخور رو گفتم، فستیوال آبجو رو گفتم، منوچهر تماس گرفتی پیام گذاشتی ممنونم، برات ایمیلم نوشتم ولی چون گاهی وقتا ایمیلت اشکال داره تو برنامه هم گفتم، منتظرت هستم، به من زنگ بزن بگو چه روزی. چهارشنبه ها 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو هستیم. شما میتونید 2 بعد از ظهر دوشنبه هم نیستم، دوشنبه آینده مموریال دی هست، روزی که آمریکایی‌ها از اینایی که تو جنگ های مختلف کشته شدن به اصطلاح قدردانی میکنن، ولی اونم دیگه متاسفانه کمرشال شده. دوشنبه نیستم، چهارشنبه و جمعه. چهارشنبه 3 بعد از ظهرش با آقای خداوندلو هستم، میتونم 2 با شما باشم، جمعه 2 یا 3 میتونم با شما باشم. 3 بعد از ظهر این هفته جمعه امیدوارم بتونیم با آقای عقیلی پور باشیم، 3 بعد از ظهر این چهارشنبه با آقای خداوندلو هستیم. دیگه بیش از این صحبت نمی کنم. از اینکه بین این همه تلویزیون رنگ و بارنگ نشستید و برنامه من رو که از آقای خلف ناخلف به خاطر دروغ گفتنش خجالت آور بودنش ناراحت بودم، از آقای رادخو به خاطر این حرف بچگانه‌ای که زده اگه تا راست میگی بابات نمیدونم، اگه بابات نمیدونم فلان نیست بیا فلان کن، اگه جیگر داری برنامه من رو پخش کن. اون چیزی که شما نوشتی با این نامه‌ای که سعید از کالیفرنیا نوشته به شوخی اگر تو جیگر داری دوتا تیکت برای من بخر، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ یه فرق میکنه، فرقش اینه که این میدونه شوخی میکنه، شما گفتی بذار من بگم حالا شاید سربی اینو پخش کرد، این میشه مفتخوری. شما اگه میخوای با مفتخوری بری ایران باور کن مجلس ختمتم خودم هم اینجا میگیرم، اونو مجانی برات پخش میکنم. نه بابا، امیدوارم سالهای سال زنده باشه. دوستان عزیز، اگه برنامه منو دوست دارید لطف کنید حمایت کنید، اگه دوست ندارید چرا آزار میدید خودتون رو؟ برید یه جای دیگه لذت ببرید، کیف کنید. اون آقای بود گفت من میخوام پدیده رنگارنگ رو توضیح بدم، گفتمتون داور تماس گرفت گفت آقا به من میگه سرو بیاد پدیده رو توضیح بده، گفتم نه آقا باید پول برنامه شو بده، اگه میخواد مفت حرف بزنه بیاد پهلو شما دو دقیقه ببخشید، بیشتر میخواد مفت خرسواری کنه، خرسواری به پهلو بیوانی اونجا آماده، دیگران هم قشنگ روش پالون بستن و بپره بالا باشه. ما دیگه تموم شد از موقعی که 14 پا بودیم، الان رو دو پا را میریم.
شما میخوای راه بری، بیه کنار دستمون راه برو. اگر من پدیده، چه پدیده؟ آقا تلویزیون پدیدهش چی؟ طرف دیروز تو همون چیز از من میپرسید آقا مخارج این تلویزیون کی میده؟ گفتم آقا این روزا همه چی ارزون شده، چیزی که ماهواره 30,000 دلار در ماه بود برای من ایمیل فرستاده طرف، آقا 3,000 دلار در ماه بده میفرستم به درون ماهواره. آقای رادخو بیا دیگه، 3,000 دلار در ماه بده میفرستم به درون ماهواره، هر 12 ماه هم یه ماه بهت مجانی میدم، یعنی 3×12 = 36,000 تا بده 13 ماه بهت برنامه میدم. حالا شما وایسادی دنبال جیگر و قلبه میگردی، میخوای جیگر فروشی باز کنی؟ پیداده میده دهنم افتاد یاد جیگرهای ایران و مخصوصا شیراز، سیخی یک قرون. دوستان بسته دیگه، میدونم الان همه تون میگین سوختم سربی، شعله رو خاموش کن. روز روزگار بر شما خوش، با امید دیدارتون چهارشنبه که با آقای یزدان خداوندی رو هم هستیم، با آقای مینویی هم خواهیم بود. مرسی که با ما بودید.